د مهربان خدای په سپیشل نامه په سلامونه احتراماتونه کې هله مو هرکلی کوو درنو هیوادوالو ستړي مشه ورځ مو نیکمرغه په دې هله چې د ژوند په ټولو چارو کې به برلاسي و وسیږي د اغاز روز خبرونه پیل شوله ز اجمل درمانیم تر لاسو بجو پورې به زه او زمنګ نور همکاران ستاسي سره یو هغه موضوعات چې نن ورځ مو په خبرونه کې برابر کړی دي یو یې له تاسو سره شریکه وو هیله ده چې تاسې هم تر پایه زموږه مالتیا وکولی شئ. یعنی نن ورځ د تیر په څیر بیا هم په خبرونه کې د برېښنایي رسنیو مهم ټکې لرو، تر څنګ یې پر بېلابېلو موضوعاتو باندې د هیواد سیمې او د نړۍ پر مهمو مسایلو باندې بحثونه لرو، د نظر خاوندان برولو، د هغوی نظرونه به راخلو، د دې تر څنګ اړوند چارواکي به راځي او هغه پوښتنې چې له موږ سره د موضوع د پاړوندې له تاسې سره دي هغو ته به هڅه کوو چې ځوابونه پیدا کړو. نو مخکې له دې چې بحثونه وکړو، لومړی راځو د برېښنایي رسنیو له غورچانه هم تاسې خبر وو چې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړوند باندې برېښنایي رسنیو کوم موضوعات راخیستلي دي. په پیل کې سر ورښکاره کوو آریانا نیوز ډاټ ای ایف ویب پاڼې ته، هغه موضوعات او هغه خبرونه چې په دې پاڼې کې راغلي دي زه تاسې ته وایم. که غواړئ تاسې هم د آریانا نیوز له خبرونو برخمند شئ یا وګورئ چې په افغانستان سیمه او نړۍ کې څه تیریږي، کولی شئ په خپل موبایل او یا هم په کمپیوټر کې www.aryananews.af ویبپاڼه را خلاصه کړئ. دلته په پښتو، دری او انګلیسي ژبو کولی شئ چې خبرونه هم وګورئ، هم یې ولولئ، بحثونه هم پکې شته لیدلی شئ. زه درته د همدغې پاڼې څخه یو خبر وایم چې لیکلی یې دی طالبان دې اوربند وکړي چې داعش په اسانۍ له منځه یوسو. د جنرال نیکلسن دا وینا کړې ده. زه درته اوس بشپړ خبر وایم. ناټو وایي که طالبان له حکومت سره اوربند وغځوي، د ناټو، طالبانو او افغان حکومت یو ګډ دښمن یعنی داعش به په اسانۍ له منځه یوړل شي. په افغانستان کې د ناټو ماموریت هیله څرګنده کړې چې پاکستان به دا ځل له افغان حکومت سره پر کړې ژمنه وفا وکړي او هغوی ته یې ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې څخه به پر پاکستان برید ونه شي. په داسې حال کې چې طالبانو د اختر له درې ورځنۍ اوربند وروسته بیا اوربند ته زړه نه دی ښه کړی. د غوڅ ملاتړ ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن وایي موږ افغان ځواکونه او طالبان یو ګډ دښمن لرو چې هغه داعش دی. که اوربند وغځیږي موږ کولی شو د اوربند پر مهال د داعش پر وړاندې اغیزناک عملیات ترسره کړو. نیکلسن وایي د افغان ځواکونو ځوان رهبریت، د کمانډو زیاتوالی او د هوایی ځواک غښتلتیا به افغان ځواکونه د جګړې په ډګر کې څو برابره غښتلي کړي. د نوموړي په وینا 4000 کمانډو یا ځانګړي ځواکونه سږ کال د جګړې په ډګر کې زیات شوي او دا شمیر به راتلونکي کال ته دوه برابره شي. یعنی 15000 نور کمانډو به په راتلونکي کال کې د جګړې ډګر کې ښکیل شي او ډیری الوتکې به هم ولري. دا هغه څه دي چې کولی شي افغان ځواکونه ډیر غښتلي او بریالي کړي. نیکلسن زیاته کړي د پاکستان رول د افغانستان په سوله کې اړین دی او غوښتنه یې وکړه چې پاکستان دې له افغانستان سره په وروستیو اړیکو او تړونونو کې ریښتنی واوسي چې په سیمه کې ثبات رامنځته شي. هغه پاکستان ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان خاوره به یې پر وړاندې ونه کارول شي. د هغه څرګندونو له مخې له افغانستان سره د نړۍ د کلکې ژمنې په درلودلو موږ باور نه کوو چې د افغانستان خاوره دې د پاکستان پر وړاندې وکارول شي او له افغانستان څخه دې برید ورباندې وشي او نړیوال ټولنه ژمنه ده چې په دې برخه کې به کار کوي. په همدې حال کې د پریکنده ملاتړ مرستیال قومندان وایي د طالبانو له لورې د اوربند نه غځېدو خواشینی کړي دي خو زیاتوي چې د افغان حکومت تر څنګ ولاړ دي. د غوڅ ملاتړ ماموریت مرستیال قومندان ریچارډ جی کریپ ویل وایي موږ د طالبانو لخوا د اوربند نه غځېدو او د جګړې دوام ناهیلي کړي یو، خو موږ په بشپړه توګه د افغان حکومت تر شا ولاړ یو او اوربند ته به تر هغې دوام ورکړو چې حکومت دوام ورکړی دی. له طالبانو څخه مو خلکو او د سولې کاروان هم په کلکه غوښتنه کړې چې جګړه بس، اوربند اعلان او سوله وکړي. دا د آریانا نیوز
دات ای ایف ویپان خبر و پر مهم موضوع بندی را سرخیدل چه اگه هم د ناتو غوث ملاتر ماموریت قماندان ویلیدی طالبان د اورباند وکړي چې داعش په اسانۍ سره له منځه یوسي. یعنې هغه دښمن چې په ګډه دښمن دی، هم د افغان حکومت دښمن دی او د ده په باور هم د امریکا دښمن دی او هم د طالبانو دښمن دی. په ګډه که طالبان سوله وکړي نو موږ ته به هم زمینه برابره شي چې دښمن به مو یو پر وړاندې به اغیزمن عملیات وکړه او داعش به هم له منځه یوسو. رښتیا هم که همداسې وشي او صداقت موجود وي د درې واړو لورو لخوا، افغان حکومت، امریکا او تر څنګ یې وسلوال مخالفین، نو پرته له شکه چې د ستونزې حل پیدا کیږي، خو که څوک پرې عمل وکړي یا مقابل لوری هم ورته ژمن واوسیږي. د سولې کاروان هم له وسلوالو طالبانو غوښتلی دی چې په درې ورځو کې خپل وخت اعلان کړي یا خپل دریځ اعلان کړي. همدغه خبر درته زه وایم چې آریانا نیوز راخیستلی دی، طالبان د اوربند لپاره یوازې درې ورځې وخت لري. د سولې کاروان ویلی دی، د سولې کاروان په ډاګه کړی که طالبان په راتلونکو درې ورځو کې د اوربند په اعلانولو خپله خپلواکي څرګنده نه کړي، دوی به د یو شمېر هغو سفارتونو مخې ته خیمې ودروي چې د جګړې له اړخونو د ملاتړ شک پرې کیږي. شپږ نیم سوه کیلومتره پر پښو راغلي د سولې تږي ځوانان څرګندوي چې طالبانو ته درې ورځنی وخت یې ورکړی دی چې د سولې چې د ولسمشر غني اعلان شوی اوربند په مقابل کې دوی هم اوربند اعلان کړي. د سولې کاروان غړي وایي که طالبان مثبت ځواب ورنه کړي نو دوی به د هغو سفارتونو مخې ته خیمې ووهي چې ګومان پرې کیږي له طالبانو ملاتړ کوي او یا هم خپله د افغانستان په جګړه کې ښکیل دي. د دوی په وینا اوس مهال 15 سفارتونه په نخښه شوي او کارتیا شي د نورو سفارتونو مخې ته به هم کینو او غوښتنه به تر وشي چې پر طالبانو او ټولو اړخونو د سولې راوستلو فشار زیات کړي. د سولې کاروان غړی باچا خان مولاداد وای موږ ولسمشر غني ته څلور وړاندیزونه وکړل او ورته مو وویل پرته له دې چې چاته زنګ ووهل شي دا وړاندیزونه ومنئ او هغه زمنګ څلور وړ وړاندیزونه ومنل. اوس مو له طالبانو غوښتنه داده د اوربند په مقابل کې دې اوربند اعلان کړي، که یې داسې ونه کړل موږ به د هغو سفارتونو مخې ته خیمې ودروو چې ګمان کیږي له طالبانو ملاتړ کوي. د سولې کاروان دغه راز په ډاګه کړي چې ولس پر طالبانو ناز کړی دی او هغوی باید خپله خپلواکي ورته ثابته کړي چې سولې ته لاره اواره شي. د سولې کاروان ویاند بسم الله وطن دوست وای نن د طالبانو ویاند ویلي چې د سولې کاروان دی د باګرام او امریکا سفارت مخې ته کینی. هغه زمونږ خپل پلان هم دی چې د سفارتونو مخې ته به کینو، خو له طالبانو غواړو چې تاسې هم یو ځل ولس ته ځان ثابت کړي چې په خپلواکه توګه پریکړې کولی شي. د سولې کاروان یو بل غړي ویلي که طالبانو خپله خپلواکي ثابته کړه هغوی به د خبرو اترو لپاره د ځای پر مشخصېدو کار وکړي. د سولې کاروان غړی جمال ناصر وایي چې که طالبانو خپل ځان خپلواک ثابت کړ نو په دویم ګام کې به موږ له هغوی سره خبرې پیل کړو او پر داسې یوه ځای به ورسره سلا شو چې له حکومت سره خبرې پکې وکړي او پر سوله وغږیږي. د سولې لپاره اوس مهال له پخوا نږدېوالی ډېر شوی دی او د امریکا ولس هم له خپلو نظامیانو پوښتلی چې څنګه کیدلی شي سرتیری مو نور له افغانستان څخه خپلو کورونو ته ستانه شي. د آریانا نیوز دات ای ایف ویبپاڼې خبر و او دا هم پر ډېره مهمه مسله باندې د څرخېده. د سولې کاروان غوښتنې د افغان حکومت څخه او تر څنګ یې له طالبانو څخه، په دې کې مهمه خبرو ته اشاره شوې وه چې ویلي و موږ ولسمشر غني ته څلور وړاندیزونه وکړل. ولسمشر ورته مو ویل چې پرته له دې چې تاسې چاته زنګ ووهئ مستقیما همدغه شیبه به دا زمونږ وړاندیزونه منئ. کور دی د ولسمشر ودان وي، هماغه مهال یې وایي زمونږ وړاندیزونو ته لبیک وویل. وویل چې په سر سترګو ستاسې وړاندیزونه مې ټول منلي دي. ولسمشر هماغه مهال وړاندیزونه د سولې کاروان د غړو ومنل او د دوی په غوښتنه یې یو کال نور هم وویل که طالبان وغواړي یو کال نور هم ورته زه ورباندې غځوم، حاضر یم چې یو کال ورته ورباندې وغځوم. بیا په همدغه مهال دغه کاروان غړیو له طالبانو هم وغوښتل یا درې ورځنۍ مهلت ورکړه چې تاسې
خپل ځان ثابت کړئ چې واقعا تاسې خپلواک یاست او د سولې لپاره کار کوئ. نو تاسې د ولسمشر غني لخوا د اوربند ځواب په اوربند ورکړئ، نه پر جنگ باندې. نو بیا دې ځکه بله وینا راخیستلې وه چې د طالبانو ویاند ویلي دي چې د سولې کاروان غړي دي لاړ شي د امریکا سفارت مخې ته لیکینی او یا باګرام ترې ورشي هلته لیکینی او له هغوی نه دې د اوربند غوښتنه وکړي. دوی وایي زموږ پلان هم همدا دی چې د امریکا سفارت مخې ته هم ورځو، نه یوازې امریکا بلکې هغه چې د افغانستان په مسله کې ښکیل دي د ټولو هیوادونو چې دلته په کابل کې سفارتونه لري، قونسلګرۍ لري، هغوی ته به ورزې وکړي، نه به وایي به چې تاسې د سولې لپاره کار وکړي. ویل زموږ له وړاندې نه همدا پلان دی چې کینو، خو تاسې هم خپل ځان ثابت کړئ چې واقعا خپلواک یاستئ. نو مهم همدا ده چې دوی اوس خپله خپلواکي ثابته کړي، ځکه ولس غوښتنه هم همدا دا هغه مینه چې ولس دوی ته ورکړله، دوی باید د هغه مینې په خاطر باندې هم اوس خپل ځان ثابت کړي، ځکه دوی ویل اوس له ولو مخالفینو هم ویل چې موږ د ولس لپاره سوله کړې ده، موږ د حکومت پر وړاندیز یا د حکومت د اوربند پر اساس موږ سوله نه ده کړې. که داسې وایي دلته هم پوښتنه پیدا کړي، که داسې وایي نور کلونه ولې د ولس لپاره سوله نه کوله؟ اوس خو حکومت اعلان کړو، ځکه تاسې هم اعلان کړو. په هر صورت بیا ولس غوښتنه کوي چې درې ورځنی اوربند چې تاسې وکړو موږ څومره مینه او محبت درکو څومره به ونازولئ، خو که چیرې تاسې دایمي سوله وکړئ یا کم از کم لس ورځنی اوربند که نه وي، د ولسمشر غني هغه یو کلن اوربند وړاندیز چې کړی دی په دې باندې صلاح وکړی او ولس و حکومت سره خبرې وکړي له امریکا سره کښېنئ، نو پرته له شکه چې ستونزه به هواره شي. بله موضوع هم درته وایم چې دا د سیګار څرګندونې دي او دا هم آریانا نیوز راخیستلی خبر دی. افغانستان او امریکا دواړه له نشه یي توکو سره په مبارزه کې ناکام دي. دا خبر سیګار ویلی دی او آریانا نیوز راخیستلی دی. زه تاسو ته وایم بشپړ جزئیات یې. د افغانستان د بیارغونې د څار امریکایي ادارې یا سیګار افغانستان او امریکا دواړه له نشه یي توکو سره په مبارزه کې ناکام ګڼلی دي. امریکا په افغانستان د پوځي یرغل پر مهال له ترهګرۍ سره پر مبارزې سربیره له نشه یي توکو سره مبارزه هم د خپلو شعارونو مهمه برخه بلله، نو ځکه یې له دغو توکو سره په مبارزه کې 8 میلیارده ډالر لګولی دي. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي اداره بیا وایي چې کابل او واشنگټن دواړه د نشه یي توکو د کښت او تولید په مخنیوي کې ناکام شوي دي. د دغه ادارې رئیس جان سوبکو زیاته کړې چې په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله د نشه یي توکو تولید او کښت 80% کې ډیر شوی دی. دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې 8 میلیارده ډالر لګول شوي دي. ښاغلی جان سوبکو په ډاګه کړې چې په افغانستان کې تریاک تر هغې کچې ډیر شوي چې موږ یې پر خلاف مبارزه پیل کړه. د هیروین صادرات ډیر شوي دي چې ډیره ګټه یې وسلوال طالبان او نورې سختدریزې ډلې ترلاسه کوي. نو زه ویلی شم چې موږ په دې برخه کې مات شوي یو. جان سوبکو دغه راز ویلي چې د کابل په تراخیلو کې د برېښنا د تولید پر یوه پروژه 315 میلیونه ډالر لګول شوي دي. په داسې حال کې چې اوس دغه پروژه ناکامه او له کاره لوېدلې ده. 315 میلیونه ډېر زیات روپۍ دي. د نوموړې په وینا زموږ یوه لویه ستونزه دا هم ده چې تر اوسه هیچا افغانانو ته نه دی ویلي چې موږ په افغانستان کې کوم کارونه کړي دي. دغه حالت زموږ لپاره د اندېښنې وړ دی. د افغانستان د نشه یي توکو ستونزې په واشنگټن کې هم یو لړ جنجالونه راپورته کړي دي. ځینې امریکایي قانون جوړونکي چې په افغانستان کې د دغه هیواد له پوځي حضور سره مخالف دي، د نشه یي توکو زیاتېدل هم د یو دلیل په توګه یادوي او له دغه هیواده د خپلو سرتیرو د ویستلو غوښتنه کوي. د آریانا نیوز ډاټ ای ایف خبر و. او د سیګار پر څرګندونه باندې څرخېده چې ویلي دي په افغانستان کې د نشه یي توکو پر ضد مبارزه کې هم افغان حکومت او هم امریکا دواړه ناکام شوي دي. کله هم چې امریکا افغانستان ته راتلله نو درې اهداف یې ویلي وو. یو ویلي وو چې د ترهګرۍ سره مبارزه، دویم یې ویلي وو چې په افغانستان کې سالمه حکومت ولي یا حکومتداري، او درېیم یې ویلي وو چې د نشه یي توکو سره مبارزه. په دغه دریو اهدافو سره امریکا افغانستان ته راغله. اوس د سیګار په وینا چې امریکا په دغه برخه کې چې له نشه یي توکو سره مبارزه ده ناکامه شوې ده، او د تېر کلونو په پرتله 1.3% کابو 1.3%
زیاتواله په دې کې راغلی دی. نو دلایل هم بیلابیل دی، قضاوت پرې تاسو وکړئ چې ولې د دې پر ځای چې کم شي ورځ تر بلې زیاتیږي. بل خبر درته وایم بی بی سی څخه، له آریانا نیوز نه قرار قرار راځو بی بی سی پر لور باندې دی هم مهم خبر راخیستلی دی. د پاکستاني ورځپاڼې ډان ورځپاڼې خبر راخیستلی دی، دی وایي د ډیورنډ کرښې په رسمیت پیژندلو خبر جالی دی. په دې اړوند باندې ارګ هم خپل غبرګون ښودلی و، په ټولنیزه میډیا کې یو خبر ښکته پورته کېدلو چې ګویا خدای مکړه حکومت یا هغه پلاوی چې پاکستان ته ځي ورځي په دغه معامله کې ډیورنډ ورسره منل شوی دی. حکومت سمدستي اعلامیه خپره کړل، ارګ وویل چې دا خبر ټولنیز میډیا کې خپریږي، دا جالی دی او یوازې د خلکو د ذهانو د مغشوشولو لپاره دی او په دې خاطر دی چې خلک یا حکومت فکر بل لور ته واړوي، د خلکو فکر بل لور ته واړوي، منفي طرف ده. دا خبر دروغ دی. ډان ورځپاڼې په خپله پاکستاني ورځپاڼه دی هم ویلي دي چې د ډیورنډ کرښې په رسمیت پیژندلو خبر جالی دی. د پاکستان ډان ورځپاڼه وایي هغه خبر چې د ډیورنډ کرښې په تړاو په خواله رسنیو کې په دوی پورې تړل شوی و ناسم او جالی دی. له تیرو څو ورځو راهیسې په خواله رسنیو یو خبر چلیده چې پکې ویل شوی و افغانستان له پاکستان سره ډیورنډ کرښه د دواړو هیوادونو ترمنځ پوله منلې ده. له دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر د دغه هیواد له لورې د ډیورنډ کرښې د رسمیت پیژندلو خبرونه درواغ بللي وو. د امنیت شورا په خبرپاڼه کې ویل شوی و لوړ پوړي افغان امنیتي پلاوی د اسلام آباد وروستي سفر کې نه د پاکستان د پوځ لوی درستی سره لیدلی او نه یې هم پر ډیورنډ فرضي کرخه خبرې کړي دي. بل لور ته اسلام آباد کې د بی بی سی خبریال خدای نور ناصر په خپل رپورټ کې وایي چې د خواله رسنیو د ګنګوسو لمخې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر د پاکستان د پاوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره په وروستۍ لیدنه کې ډیورنډ کرخه په رسمیت پیژندلې ده. خو د ملي امنیت شورا خبر پاڼه کې د خواله رسنیو د ګنګوسي یو مخ جالي بې بنسټه او پروپاګند بلل شوی دی. دا اداره ټینګار کوي چې د ډیورنډ کرخې مسله ټول افغان ملت پورې تړلې او حکومت آن پر دغه موضوع د خبرو حق هم نه لري. یو وخت د بریتانیا سفیر د ډیورنډ کرخې پر رسمیت پیژندلو خبرې کړې وې چې له امله یې د ملي امنیت شورا غبرګون وپارید. دوی دې شورا په یو خبر پاڼه کې په افغانستان کې له ټولو بهرنیو سفیرانو او سیاسي استازو وغوښتل چې د ډیورنډ کرخې په ګډون د افغانستان تاریخي ارزښتونو او حقونو ته درناوی وکړي. کابل کې د بریتانیا سفیر نیکولاس کې و له بی بی سی سره په خبرو کې ویلي وو چې د نړیوالې ټولنې په اند ډیورنډ کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي پوله ده. افغان حکومت له پاکستان سره 2400 کیلومتره اوږده ډیورنډ کرخه د خپلې په توګه په رسمیت نه پیژني. کابل وایي په دې تړاو هغه تړون باور نه لري چې پر 1993 کال کې د افغانستان د هغه وخت د امیر عبدالرحمن خان او د برطانوي هند د وخت د بهرنۍ چارو وزیر سرمور تیمر ډیورنډ ترمنس لاسلیک شوی و. دا د بی بی سی ویبپاڼې خبر و چې هغه خبرونه تر ډیره بی بی سی ورته اشاره کوي چې په افغانستان کې حساسیت پرونکي وي. بی بی سی بریټیش برډکاسټینګ کارپوریشن یا برطانوي نشراتي اداره چون دغه مسله تر ډیره بریتانیا پورې هم تړاو لري، یعنی د هغوی په منځګړیتوب دا کار ترسره شوی او د هغوی په خوښه اوس مهال ډیورنډ ته هم دغه رسنۍ ډیر لمن وهي او هغه خبرونه نشروي چې تر ډیره حساسیت پارونکي وي. نو دا ځل بیا هم د ډیورنډ کرښې په اړوند باندې خبر د ډان ورځپاڼې په حواله باندې بی بی سي راخیستلی و، خو دا ځل پکې د افغانستان د ملي امنیت شورا غبرګونه هم و چې ویلي و د ډیورنډ کرښې په تړاو چې کوم خبر خپریږي دا یو مخ جالي بې بنسټه او دروغ دي. هیڅ اصلا د ډیورنډ پر موضوع باندې حکومت د خبرو کولو حق هم نه لري. دا د ولسونو مسله ده، ولس به په دې اړوند باندې پریکړه کوي. بیا هم پر بی بی سی ته هم کیږو، یو بل خبر درته وایم. افغان حکومت په ځایي کچه سولې ته د طالبانو هڅول غواړي. بی بی سی د خبر ته اشاره کړې، زه درته وایم. ځینې ولایتي چارواکو بی بی سی ته ویلي ولسمشر محمد اشرف غنی د ویډیو کانفرانس له لارې والیانو ته امر کړی چې
د اورباند د دوام او سولې رامنځته کولو لپاره له ځایي وړتیاو کار واخلي. اشرف غنی د دوشنبې په ورځ والیانو د قول اردو قمندانانو او امنیه قمندانانو سره خبرې درلودې. ویل کېږي اشرف غنی په دې ناسته کې له ځایي چارواکو غوښتي چې له درې ورځني اورباند د تجربې په کارولو سره تر خپل واک لاندې سیمو کې د جګړې ختمولو لپاره په ځایي کچه اورباند ته چمتو اوسي. له والیانو د افغان ولسمشر دا غوښتنه له هغه وروسته ده چې دوه ورځې مخکې د زابل په شاجوی، شینکی او سوری ولسوالیو کې خلکو په لاریون سره له وسلوالو طالبانو د اوربند غوښتنه وکړه. ویل کېږي د ولسي وګړو هغه مظاهره کې یو شمېر وسلوالو طالبانو هم ګډون کړی و. د زابل مرستیال والی رحمت الله یارمل بی بی سی ته ویلي ښایي د سیمې طالبانو په دې لاریون کې وه. دا چې طالبان هم د هغو سیمو دي نو ممکن ګډون یې پکې کړی وي، خو په لویه کچه پکې طالب نه دی لیدل شوی. افغان حکومت د روژې پر 28مه د اختر تر 15مې یو لوری زوربند اعلان کړ. په هغې پسې طالبانو هم د اختر لومړۍ درې ورځې اوربند وکړ. په دغه اوربند کې د طالبانو ډېر غړي ښارونو ته ولاړل او آن د والیانو او نورو چارواکو سره یې ولیدل. د بی بی سی خبر و او پر مهمه موضوع باندې څرخېده، د اوربند مسله باندې چې ولسمشر محمد اشرف غنی له والیانو غوښتي دي چې د سیمې په کچه تاسې د سولې لپاره کارونه وکړئ. یعنې مهمه دا نه ده چې طالب د راشو په ارګ کې دې له ولسمشر سره کینې وګوري په لوړه کچه. په ټیټه کچه هم کولی شي چې د کوچنۍ پوړۍ نه خبرې شروع شي، مستقیما ارګ ته راورسیږي او خبرې بریالۍ شي. یعنې په هره کچه چې تاسو کولی شئ د سولې خبرې پر مخ بوځي. ولسمشر غنی د سولې لپاره ډېرې هڅې پیل کړې دي او په دې هیله یو چې ولس یې هم ملاتړ وکړي، ځکه حکومت پرته له ولسه هیڅ دی او ولس هم له حکومت پرته غوڅ اقدام نشي کولی. نو که ولس او حکومت دواړه یو ځواک شي په همغږۍ سره کولی شي چې ډېرې لویې لویې ستونزې هوارې کړي. په دې ځای کې هم لکه څنګه چې ولسمشر وړاندیزونه کوي، ولس باید ملاتړ وکړي او له طالبانو هم غوښتنه وکړي چې تاسې هم وسله میدان ته شئ، د سولې لپاره فرصت مناسب شوی دی او خپل ځان ثابت کړئ. له بی بی سی نه هم راځو ورو خوځېږو د ازادۍ راډیو پر لور باندې. دې هم بېلابېل موضوعات راخیستلي دي. نن تر ډېره د سولې په موضوعاتو باندې زیات غږېږو، ځکه روسیې مسله ده، مهمه مسله ده او حیاتي ارزښت لري. رسنیو کې هم ډېره راغلې ده. نو د ازادۍ له راډیو ویبپاڼې څخه هم تاسې ته د سولې په اړه خبر وایم. د سولې شورا د امریکا لخوا د سولې د مراکچي ډلې د جوړولو هرکلی وکړ. دا خبر دی چې ازادۍ راډیو راخیستلی، زه درته اوس وایم. د افغانستان د سولې عالي شورا د امریکا متحده ایالاتو له لورې د سولې د خبرو اترو د پیل او د دغه بهیر د چټکتیا لپاره د مراکچي ډلې جوړېدل اړین وبلل او ترې هرکلی وکړ. افغان حکومت او د امریکا متحده ایالات تر بل هر وخت زیات له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو اترو ته هیله مند دي. د سولې په برخه کې د نورو هڅو تر څنګ د امریکا له لورې د سولې د خبرو اترو د پیل او د دغه بهیر د چټکتیا لپاره د مراکچي ټیم رامنځته کېدل د سولې په برخه کې خوشبیني زیاتې کړې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویاند احسان طاهری د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره له مراکچي ډلې څخه ډېرې هیلې موجودې دي. دا په داسې حال کې ده چې د سویلي او مرکزي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت مرستیالي الیس ویلس ویلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره یو مراکچي ټیم جوړ شوی چې په واشنگټن او کابل کې د امریکا په سفارت کې فعالیت لري. میرمن ویلس طالبانو ته هم خبرداری ورکړی چې د جګړې له لارې به بریالي نه شي، که څه هم د دغې ډلې د کارونو د پیل په تړاو ډېره جزئیات نه دي خبره شوي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا ټینګار کوي چې له دغې ډلې سره به په ګډه کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یوه ورځ وړاندې د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت یو چارواکی چې نوم یې نه دی ښودل شوی، اکسپریس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي دي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې له ډېر ځنډ وروسته په یو نامعلوم ځای کې پیلېدونکي دي. په همدې حال کې د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس سره په ټلیفوني خبرو کې د سولې او وسلوالو طالبانو سره د اوربان تر څنګ له تروریزم سره په ګډه مبارزه ټینګار کړی دی. د روژې په پای او د اختر په ورځو کې د افغان حکومت
او وسلواله طالبانو لخوا د اوربند له اعلان دو وروسته په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې یو نوی پړاو ته رسیدلی. خو اوس پوښتنه دا ده چې د سولې د خبراترو د پرمختګ لپاره د مرکزي ټیم رامنځته کېدل به څه مرسته وکړي؟ د ولسي جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان په دې اړه ویلي، که څه هم له اختر وروسته د طالبانو حملې بیا پیل شوې، خو عمومي باور دا دی چې د جګړو زور د پخوا په پرتله ډېر کم شوی او ډیپلوماتیک چینلونه تر پخوا زیات فعال شوي دي. خو د ولسي جرګې غړي بیا وایي د سولې په برخه کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره د امریکا له لورې رامنځته شوې کاري ډله باید پر پاکستان د نړیوالو فشارونو له لارې د سولې د راوستلو لپاره عملي ګامونه واخلي. د ازادي راډیو له ویبپاڼې څخه خبر و چې د افغانستان د سولې پر موضوع باندې راڅرخېده. مننه کوله تاسې چې تر دا مهال مو ملتیا وکړه. په همدې خبر سره د خبرونې لومړۍ برخه هم پای ته رسېږي، یعنې د برېښنایي رسنیو برخه پای ته رسېږي. لنډه وقفه کوو، له وقفې وروسته بیرته راګرځېږو او پر یوه مهمه موضوع باندې بحث لرو. یو ځل بیا مستړي مشي، ورځ مو نیکمرغه. تاسو ته معلومات دی چې په وروستۍ کې د افغانستان د سولې مسله او د اوربند مسله ډېره مهمه ده او بېلابېل بحثونه پرې ترسره کېږي. په وروستۍ کې یو ځل بیا د افغانستان لوی څارنوال فرید حمیدي ملګرو ملتونو ته تللی او په ملګرو ملتونو سازمان کې د وینا پر مهال یې له دغه سازمان څخه غوښتنه کړې چې د اوربند په بیا پیل او سولې په رامنځته کېدو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د افغانستان لوی څارنوال د ملګرو ملتونو سازمان ته ویلي چې په دغه هیواد کې د بشري حقونو تر پښو لاندې کولو ستر لامل ناقانونه وسلوالې ډلې دي چې په ګډه باید له منځه یوړل شي. هغه د ښځو، ماشومانو، اداري فساد او ځینو نورو مسایلو پر سر هم خبرې کړې دي. ښځې وایي د دوی حقونو لا هم نه دي پرځای شوي، یا د دوی حقونه لا هم نه دي پرځای شوي. پم دې اړوند باندې زمونږ همکارانو خبر برابر کړی دی، رپورټ ګورو. له هغه نه وروسته پر همدې موضوع غږیږو، بحث لرو. جنگ و ناامنی در افغانستان عامل بزرگ نقض حقوق بشر است. برای حل این مشکل دادستان کل از سازمان ملل متحد خواست است که به خاطر برقراری دوباره آتش بس با دولت افغانستان همکاری کند. آتش بس کنونی ما نشانه دهنده جدیت ما برای برقراری صلح است. ما آرزو داریم که سازمان ملل متحد و جامعه جهانی و همسایه های ما کمک کنند تا آتش بس برقرار و برای صلح دوامدار زمینه گفتگو مهیا شود. به گفته دادستان کل، افغانستان تلاش دارد تا به تأمین صلح مشکلات ناشی از نقض حقوق بشر را حل کند. دادستان میگوید این روشن است که مخالفان مسلح دولت افغانستان در خارج از این کشور زندگی میکنند و آتش جنگ را شعله‌ور ساختند و در این مورد باید جامعه جهانی کمک کند. ما این را یک نیاز می دانیم که یک میکانیزم عملی ساخته شود تا بر اساس آن مسئولیت ها بیشتر شود. ما همچنان از شورای امنیت می خواهیم که برای پایان یافتن خشونت ها گام های جدی بردارد تا مردم حق زندگی خود را به دست آورند. آقای حمید در نشست سازمان ملل متحد گفت که در افغانستان سال گذشته 1800 قضیه خشونت علیه زنان بررسی شده است، اما بانوان از وضعیت کنونیشان شاکیه. د نامنی په ډېرېدو باندې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، توجه دومره نه ورته کېږي، او هغومره چې وایي دوی خپله حق حقوق ته لاسرسی ولري، دوی هغه لاسرسی نه لري. اکنون نیروهای دولتی با آتش بس یک جانبه در حالت دفاعی قرار دارند، اما طالبان مسلح در 10 ولایت پاسگاه ها و ساختمان های دولتی را مورد حمله قرار می دهند. په همدې موضوع بحث لرو او د بحث لپاره په سټوډیو کې مدني او سیاسي فعال شیردل پاڅون لرو او غواړو چې د همدغې موضوع د لارو روښانتیا لپاره ورسره بحث وکړو. پاڅون صاحب، ستړی مشي، هرکله راشي. مننه. زه خپل سلامونه تاسو ته او تاسې ټولو تخنیکي همکارانو ته همدا مال چې تاسې ټي وي ګوري د زړه له کومې ورته ډلی کوم. خوشحاله اوسېږي. مننه پاڅون صاحب. پیل به د همدغې موضوع څخه وکړو چې د افغانستان لوی څارنوال ملګرو ملتونو غوښتلی دي چې د افغانستان د اوربند د بیا پیل لپاره، یعنی د حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د اوربند د بیا پیل لپاره او د سولې د خبرو د پیل کېدو لپاره مرسته وکړي. ملګري ملتونه کولی شي د افغانستان له سولې پروسې سره مرسته وکړي یا د اوربند سره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه تاسو پوهیږئ په افغانستان د څلور لسیزو د جګړو کوربه دی، نو په دې کې نړیوال ټولنه بالکل رول لوبولی سي. ولې موږ تاسو پوهیږو هغه هیوادونه اسلامي هیوادونه دي که غربي هیوادونه دي چې دوی سره عضویت لري په سازمان کې، دوی په هغه باندې دغه فشار واردي کې هغه که اقتصادي که نظامي که سیاسي، او هغه یو ګاونډي هیوادونه چې افغانستان لپاره ښکاره لاسوهنی کوي. دا ټوله د افغانانو ته معلومه ده چې افغانان سوله غواړي. او اوس که موږ تاسو یو بل بحث ته راوګرځو، دغه افغانانو ته دغه درې ورځې ورباندې نړیوال ثابته کړه چې افغانان خپل منځو کې مشکل نه لري، خو همه چې دغه نړیوالې ټولنه دوی سره په صحیح توګه قضاوت یې کړی نه دی، یعنې د خپل دندې په سمه توګه اجرا کړې نه ده، دا دوی مکلف دي. ولې دوی اوس په دوی ښه پوهیږي چې افغانان ته سولې تیږې دي، دا چې هر افغان دی افغانان خپل منځو کې ستونزې نه لري. دا چې همسایه هیوادونه لکه پاکستان لکه ایران لکه چین دوی چې دغه ښکاره لاسوهنې کوي، دا ټول افغانانو ته معلومه ده، دا هیڅوک یې یېرولی نیسي. لکه کله چې د طالبانو ورباندې اعلان کوي، پاکستان مولانا سمیع الحق ښکاره هلته خبره وکړل چې افغانستان ورباندې ګټه نه کوي، افغانستان کې فتوا ورکړه جهاد روا دی. یعنی دا داسې معلومیږي چې مستقل پاکستان یواد په افغانستان کې لاسوهنه کوي. څو ځله که نړیوال ټولنه واقعا که د افغان حکومت سره دوی ژمنه یي خپل په ژمنه دغه ثابت پاتې سي، نو دوی ولې د څو ځله دغه افغانانو دوی ته وړاندیزونه وکړل، اسنادونه یې په لاس ورکړل چې پاکستان تاسې منځوي کوي، پاکستان باندې فشار راوړي، خو هم دوی هم بیا کومه پروسه چې لري یا کومه برنامه چې دوی شاته لري دا په سمه توګه دوی اجرا کړې نه ده. که دوی واقعا که د افغانستان خلک دوی زړه په وسیږي او دغه څلور لسیزې چې په افغانستان کې وینه تویږي بېساره شمېر نه حسابل کېږي، خو هم دوی هم بیا هغه عادل قضاوت تر اوسه په دې عرصه کې کړی نه دی. همدغه موضوع باندې تمکیږ و پاڅون صاحب، تر ډېره د افغانستان په مسله کې چې هر مشکل را پیدا کېږي خلک غوښتنه کوي چې باید له ملګرو ملتونو نه مرسته وغوښتل شي، که هغه په پاکستان د فشار مسله وي، که په وسله والو طالبانو د فشار مسله وي، یا د سولې مسله وي، یا ځینې نور مسایل د افغانستان کورني مسایل وي چې لویه کچه وي، مثلا د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د ډیورنډ مسله، تر ډېره خلق وړاندیز کوي چې د ملګرو ملتونو د مرسته وغوښتل شي، خو بیرته نیوکه هم کوي په ملګرو ملتونو باندې چې څنګه چې د ولس غوښتنه ده هغسې مرسته نه ده کړې. ستاسې نظر اورو چې رښتیا هم ملګرو ملتونو د افغانستان په مسایلو کې خپل رول ادا کړی نه دی؟ نیوکه دا ده، بالکل نیوکه ادا کړی نه دی. کولې که ادا کړی ویل د افغانستان د اساسي موضوع دیوران موضوع هم دوی دی کې چپ پاتې دي، چپ خوله پاتې دي، افغانستان ولس دا جواب روشان نه کوي. بل څو ځله افغانستان حکومت دوی ته وړاندیز وکړ چې پاکستان توریستي ډلې چې پاکستان کې فعالیت لري او افغانستان کې دوی افغانستان خلک په نښه کوي، افغانستان هغه علمي ځایونه په نښه کوي، او دغه خصنتن هم ورته وړاندې کړه. ولې دوی عملي ګام پورته نه کوي په دې کې؟ دا خو ټول افغانانو ته دا سوال پیدا کېږي. نړیوال ټولنه تا ته موږ دغه کوو، تا ته پیشنهاد کوو، تا ته خپل ستونزې تاسو ته په وخت درسوو، خو همه ته چې عملي ګام نه پورته کوي، دلته ته واقعا ته افغانستان خلکو سره ته صادقه نه یې. که ته صادقه اوسې نو باید ته صداقت دغه ګام پورته کړې. ولې دغه افغانان ځوروې؟ او بل د نړیوال ټولنې اوس هم په دې باید پوه شي، افغان حکومت بالخصوص ولسمشر څومره د سولې لپاره تږی دی، او په قوي وډم چې دغه ورباندې اعلان کوي، او بیا هم دغه په کنفرانس کې وویل چې زه غواړم دغه ورباند یو کال ته وغځوم، یو کال ته زه باید وغځوم که مخالف ډلې راسره ومني، زه یو کال ته دغه ورباند غځوم. نو دلته دا خو معلومیږي چې افغان حکومت ټول افغانان او هغه مخالف ډله هغه هم سولې لپاره چیغې وایي چې موږ سولې لپاره چمتو یو، راځو. اهمه چې دا چې بیروني لاسوهنې کېږي یا سازمان ملل متحد په دې کې خپل رول ادا کړی نه دی، نو دلته زموږ ټول افغانانو ته لپاره دا سوال دی چې ولې دوی خپل دریځ په دې کې نه روښانه کوي، ولې هغه هیوادونه چې ښکاره لاسوهنې موږ سره کوي ولې هغو باندې بندیز نه لګوي؟ دا چې په هر اړخ کېږي، دا که په سیاسي اړخ کېږي، که په اقتصادي اړخ کېږي، په هغې باندې باید بندیزونه وارد کړي. ولې لکه څنګه چې تاسې پوهیږو موږ ته که مخکې لسیزې ته لاړ شو، کله چې د شوروي قوت چې افغانستان وتل، په هغه وخت کې نړیوال ټولنه کې یو کنفرانس جوړ شو، هلته رایه وکارول شل، یو سل دوه ویشت رایه مخالف رایه وي چې نور دلته باید حق نشته چې افغانستان جګړه وغځېږي. مګر اوس هم افغان دوی اوس هم کولی شي کنفرانس جوړ کړي، نړیوالو هغه اسلامي هیوادونه که غربي هیوادونه رایګري دي وکړي چې آیا د افغانستان په جګړې څه کوم هیوادونه خوشحاله دي، چې دا ټول مشخص شي دوی ته، دغه ټول افغانان ته مشخص شي کوم هیوادونه اوس په ښکاره خو افغانان ته معلوم دي چې مثلا بعد پاکستان هیوادونه دي، نور هیوادونه چې طالبان ته وسلې ورکوي او په وخت باندې هغه حمایه کوي، ملاتړ یې هم کوي، او علما هم په ښکاره باندې فتوا ورکوي.
مګر به هم تاثیر نه لري. نو دلته نړیوال ټولنه دا حق باید دوی دا رول ادا کړي چې دغه یو کانفرنس راوغړي او افغانستان په ستر باندې دا پریکړه وکړي چې په افغانستان کې نور جګړه پاتې ورسیږي که دوام ولري. د ملګرو ملتونو پر رول باندې غږیږو، هم غږیږو چې څه کولی شي د افغانستان په مسله کې، یا رول یې څه شی دی، څنګه کولی شو چې دغه مشکل لپاره حل لاره پیدا کړو. وس بل موضوع چې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې ملګرو ملتونو د افغانستان په مسایلو کې تر دا مهاله مهم رول نه دی ادا کړی، یا څنګه چې غوښتنه کېږي هغه څه نه دی ترسره کړي. دلته دوه دلیلونه خلک کوي، یو دا چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سم استازولي نه ده شوې، بل دویم دلیل دوی وایي چې ملګرو ملتونو امنیت شورا یا په ټوله کې دغه سازمان چې دی د نورو لویو قدرتونو تر اغېز لاندې دی، څوک وایي روسیه، څوک وایي مثلا امریکا، د لویو قدرتونو تر اغېز لاندې دی. اوس ستاسې نظر اورو چې رښتیا هم په افغانستان د ملګرو ملتونو شورا کې یا امنیت شورا کې د افغانستان استازولي سمه نه ده شوې، د افغانستان مشکلات سم نه دي رسول شوي، او که نه رسول شوي دی خو دغه شورا د افغانستان سره دوه ګونی چلند کوي، ځکه د ځینو خلکو باور دا هم د لویو قدرتونو تر اغېز لاندې ده او څه چې هغوی غواړي هماغه ډول دوی هم ورسره ورځي. اوس مشکل چېرته دی؟ سم استازولي نه ده شوې یا هغوی نه غواړي؟ دا خپله د سازماندهي سوې ده، دا خپل او رئیس جمهور هم دا وړاندیز ورسول دي، که مثلا که هغه نماینده که ورسول نه رئیس جمهور خپل دا ورسول دي، مګر هغه سم دغه خپل وظیفه سم اجرا کړې نه ده. ولې؟ کله چې تاسو پوهیږئ کله چې هلته انتخابات کېږي یا رادی کېږي هغه زورواکي هیوادونه چې دي، لکه امریکا، لکه روسیه، بعضې د دوی هغه سرغړونې نه مني، د دوی قانون نه مني، د دوی قانون سرغړونه د قانون بل دوی قضاوت کوي. یعنی داسې معلومیږي چې نړیواله ټولنه دلته په خاصه کړۍ باندې تړلې ده، هغه کسې کړي چې دوی د ډېرې پیسې ورکوي، دوی ډېرې مایه کوي، هغو لپاره چې هر څه هغه وایي هغه تطبیقوي. مګر هغه هیوادونه چې دي مثلا دوی په اقتصادي لحاظ هم ضعیفه دي، په سیاسي لحاظ هم ضعیفه دي، او جګړه هم پشکې عملا جریان لري، د هغو لپاره دوی نه کوم خاص استراتیژي لري او نه هم په سمه توګه دوی دغه وظیفه سرته رسولې ده. که دوی یې ورسوي، که وی غواړي واقعا هغه هیوادونه که مداخله ونه کړي او هغو ته دا چلنج ورکړي چې نور بسته د افغانستان جګړه بسته، د ټولو افغانانو لپاره، هم د اسیا لپاره او هم دغه خپل افغانانو لپاره، نور قربانۍ زیاته ورکړي ده، څو میلیونو شهیدان یې ورکړي دي، نور یې مه ختموي، نور مه غځوي دا جګړه. دا چې د جګړه دا په موږ باندې تپولې ده، په موږ باندې نباتي جګړه په موږ باندې تپولې ده، دا خپله ملل متحد په دې کې سم رول ادا کړی نه دی. ودي وایي که دوی ادا کړی ولې په دا سودیا کې دی ولې دا خبر ښکاره نه کوي چې موږ دغه رول ادا کړی دی؟ ولې دلته هغه هیوادونه چې دي با مخکې تاسو خبره وکړل بشري حقوقونه سون دلته زورواکي دي چې بشر حقوق د پښو لاندې کړي دي. بل دغه کمیسیون چې د افغانستان کې دی، عملا کمیسیون لرو، رئیس هم لرو، دې څه کار په دې رسې کړي دي؟ هېڅ ناکامه ده، دا خپله حقوق بشر هم ناکامه دی او ملل متحد هم ناکامه دی. ولې که دا ناکامه نه وای، هغه جنایتکار چې په افغانستان کې عملا پیښې معلومې دي، ټول افغانانو ته ښکاره دي چې دغه ظلم یې کړی دی، او په افغانستان کې ورته د سیاسیون شته چې عملا په د سولې سره غبرګون شوي، سوله نه مني، سولې که دوی ګټې نه دي، سولې که هغه کسان ګټې دي، که زه ورې مظلوم چې یم، بل ورور مې چې مظلوم دی، ته دوه ګټې دي، ولې په دوی باندې فشار نه لګوي؟ ولې نړیوالې محکمې ته نه کشوي چې تاسې ولې د افغانستان په جګړه کې تاسې نور هم پکوتوئ، نور هم هغه ورتازه کوئ؟ نه، دلته د سم رول ادا کړی نه دی. که دوی دا سم رول ادا کړي، زه پوهیږم چې په افغانستان کې افغانان دومره مشکل نه لري لکه نړیوال ټولنه ورته جوړ کړی دی، لکه همسایه هیوادونه ورته جوړ کړی دی. دوی که په دغه ښکاره که دوی دغه مخنیوی وکړي، هغه کسان چې جنایت کړی دی په افغانستان کې، هغه دوی نړیوالې محکمې ته کش کړي، خبر حال ده. که وغواړي دغه نړیوال سازمان یا د ملګرو ملتونو امنیت شورا کوو غواړي چې د افغانستان مسله حل کړي، څه کولی شي؟ کوم کارونه دي چې باید ترسره کړي تر څو موږ مسله حل شي، مشکل حل شي؟ په مخکې مو دا یادونه وکړه، دوی باید دوی داسې یو اساس پروسه ادا کړي لکه په څو لسیزو کې مخکې دوی چې یو کنفرانس راغوښتی وو د افغانستان په قضیه باندې، چې د افغانستان جګړه ختمول غواړو که جاري ساتل غواړو. دغسې سازمان د هغه هیوادونه چې په افغانستان په جنګ کې عمده رول لري، هغه هم راوغواړي او دوی سره دغه ژمنه واخلي. هیا ته د افغانستان په داخلي جګړو کې ستا لاسونه نشته، هغه اسناتونه چې افغان حکومت ته وړاندې کړي نړیوالو ټولنې ته، دوی سره هغه اسناتونه شته، شورای امنیت هم ورته وړاندې کړي دي. هغه اسناتو په اساس باندې دوی ته راوغواړي هغه هیوادو سره پوښتنه وکړي، که دوی که دغه په سمه توګه تطبیق کړي، دلته مخالف ډله د پته معلومیږي چې افغانستان په جګړه کې څوک رول به وي. که دوی دا کار نه کوي، نو دوی هم داسې افغانستان سره دوی صادقه نه ده، افغانستان سره فقط هغه خپل هغه سیاسي چالش چې دوی لري خط افغانستان افغانان غولوي. ولې افغانان نور بسته په څلورو لسیزو کې غولېدلي دي، نور به ونه غولېږي، او افغان هر افغان دې سولې لپاره
ارمنجن دی ولی که افغانان که ارمنجن نه وای تاسو یو حرکت سپیشل حرکت ولی د یلمند حرکت وکي په پیاده پښو باندې کابل ته راسي بری پښتونخوا باندې حرکت وکي کابل ته حرکت وکړه ورسېدل یعنی دا نړیوال ټولنته اوس وشول که افغانان که سوله نه غوښتلی په دومره ستونزو په دې روژې میاشت کې په دې مبارکې میاشت کې دوی پیاده پښو باندې حرکت کوي د یلمند راځي او افغانستان ته راځي وای موږ سوله غواړو نور بسته موږ جګړې باندې موږ زبلولي یو موږ ټکولي یو موږ لرې کړي یو نور بسته موږ جګړه نه غواړو بل مسلې تر ځو د افغانستان د مسلې یا خصوصا د جګړې کورنۍ اړخ ته کړه شو یو خو نړیوال برخه شول چې نړیوال هیوادونو شل مرګلو مینه امنیت شورا شول یا نور سازمانونه شول کورنۍ برخه ته کړه شو اوس د افغانستان لوی ترنوال هم بل ملګرو ملتونو کې د امنیت شورا نه غوښتنه کوي د ملګرو ملتونو سازمان نه غوښتنه کړې ده چې داسې د اوربان د بیا پیل لپاره منځګړیتوب وکړي او تر څو اوربان پیل شي او سولې ته لاره برابره شي خو دا په داسې حال کې ده چې ولس هم له طالبانو غوښتي دي چې تاسې اوربند وکړئ ځان ثابت کړئ چې خپلواک یاستئ حکومت درته درې ورځنۍ اته ورځنۍ لس ورځنۍ حتی یو کلن اوربند وړاندیز هم وکړلو خو تاسې ځان ثابت کړئ خو څنګه چې ګورو طالبانو رد ځواب ورکړی تر اوسه پورې د حکومت غوښتنو ته اوس د ولس غوښتنه به دوی ډلې ته ډېره مهمه وي چې ولس هم ترې غوښتنه کړې حکومت هم ترې غوښتنه ترېنه کړې ده چې اوربند وکړي او که نه که چېرې نړیواله ټولنه اوس ترې غوښتنه کوي د امنیت شورا یعنی دوی چې د ولس غوښتنې ته ځواب ورنه کړلو وسلهوالو طالبانو د حکومت غوښتنې ته ځواب ورنه کړلو مثبت ځواب نو فکر کوئ چې د ملګرو ملتونو سازمان غوښتنې ته به ځواب ورکړي که فرضاً هغوی ترې وغواړي چې تاسې اوربند وکړئ لکه که نړیوال ټولنه په صادق باندې ګام پورته کړي امکان شته چې جواب ورکړي ولې که طالبان که دا ځان وبولي چې موږ یو داسې یو سیاسي حرکت یو او موږ غواړو چې افغانستان کې موږ حکومت وکړو او افغانستان جګړه پای ته ورسوو که دوی که فرض کړه که دوی په نړیوال ټولنه سره دوی کوم رابط ولري یا رابطه ولري نو کولی شي هغه ته مثبت جواب ووایي او که هغه ته هم جواب ونه وایي نو داسې معلومیږي چې دا خلک نور افغانستان کې جګړه ساتل غواړي مهرول غواړي چې نور هم جګړه وساتي نو دا ښکاره معلومیږي چې دوی خپلواک نه دي ولې که دوی که غواړي په دا ولس باندې حکومت کوي ولس هم فرد دی ملت دی حکومت که طالب ته راځي هم په دې باندې حکومت کوي که دولت ته راځي هم په دې حکومت کوي دا خو مظلوم دی دا خو ولس دی دا خو افراد دی دا خو ټول ونیاق ولې ځواب نه راځي چې رد جواب ورکوي نو دا نه داسې ښکاره ده داسې نمایندګي کوي چې ته خپلواک نه ولې دلته میلیونو افغانان ستاسې استقبال ته راووتل تاسې که دوی دغه واقعیان که دوی لابراین په ځان وبولي میلیونونو افغانان ته دوی له استقبال لپاره راووتل نو طالبان دا درې ورځې ملاتړ فکر وکړي چې یو کال لپاره موږ ورباندې ولې هغه خوشحالۍ اختر چې یو هغه خوشحالۍ اختر و بل خوشحالۍ اختر مو هغه و چې هغه وربند چې اعلان سوی و ټول افغان وکړه دا که نر وو که ښځه وو په ډېر سمه توګه دوی استقبال تاسې وویلې چې دا چې دوی ځواب نه ورکوي یا د رد ځواب ورکوي د سولې وړاندیز ته د اوربند وړاندیز ته معنا ده چې دوی خپلواک نه دي د نورو لخوا دا خو داسې نمایندګي کوي نو پس وروسته ولس ته که دوی جواب ونه وایي نو دا داسې نمایندګي کوي تاسې خپلواک نه یاستئ ولې که تاسې خپلواک یاستئ ولې دا عام ولس ته تاسې لبیک نه وایاستئ که فرض کړه که حکومت ته نه وایاستئ او ټول که تاسې بیا هم ووایاستئ میلیونونه افغانان نور هم ستاسې استقبال په خاطر راوځي ستاسې اوربند په خاطر راوځي ستاسې ملاتړ وکړي خو وسلهوالو طالبانو ویاند کله چې دغه اوربند وشول هغه وویل اوربند چې کله پای ته ورسول ویل چې موږ دا اوربند د حکومت د اوربر په مقابل کې نه دی کړی لکه څنګه چې حکومت اعلان کړی و چې موږ لس ورځنۍ اوربند کوو د ورځې لویشتمې تر اختر تر پنځمې پورې موږ د هغې په مقابل کې اوربند نه دی اعلان کړی بلکې موږ د ولس لپاره اوربند اعلان کړی دی یعنې ولس موږ ته ارزښت لري داسې وښودل چې ولس غوښتنه موږ ته ارزښت لري بیا بیرته ولس ته نه غوښتنه وکړله چې تاسې درې ورځنۍ اوربند مو وکړو کور مو ودان لس ورځنۍ یې کوي یو کلن یې کوي تر څو سولې ته لاره برابره شي خو وسه پوری د ولس دغه غوښتنې ته ځواب نه دی ورکړل شوی یعنی په هغه وخت کې وسلهوالو طالبانو ویل چې موږ ولس ته ثابت کړل چې موږ خپلواک یو د چا تر حکم لاندې نه یو ځکه مو اوربند وکړلو وس ولې دوی اوربند ته بیرته ځواب نه ورکړي د ولس غوښتنې ته دغه اوربند چې کله د افغان حکومت اعلان کړی خپله د طالبانو ویاندم دا په کنفرانس یې درودی او هغه دا خبره وکړه وایي کله چې کابل مرکزي ادارې دا اوربند اعلان کړی موږ هم د دوی په اوربند باندې دوی په مقابل کې درې ورځې اوربند اعلان کړی هر کال موږ غیر مستقیم درودی او شش کال مستقیم درودی نو دا څنګه خبر دلته په ټکر کې راځي چې په هغه وخت کې لومړی چې اوربند اعلانوي ویل چې د کابل ادارې مطابق موږ اوربند اعلان کړي صوت یې هم ستا اواز یې هم ستا زبیح الله مجاهد چې کله مصیبه درودله وایي موږ د کابل ادارې په اړوند موږ دا اوربند اعلان کړی دی او کله چې اوس بیرته دا خبر راوځي چې نه موږ د ولس لپاره اعلان کړی دی دلته دا خبره په ټکر کې راغله نو دوی داسې معلومیږي چې په هغه وخت کې دوی ستراتیژي یو شی وو اوس ستراتیژي بیرته په آن واحد باندې ژر تغییر وکړي نو دلته دا معلومیږي چې دوی د خپل نمایندګي دوی خپله کولی نه شي لکه څنګه ولې که دوی که ولس په فرض کړه بیرته کدی دا وای چې موږ ولس لپاره اعلان کړی دی خو ولس بیا تقاضا د سر لري ولس بیا که دا وه میلیونونه افغانان به ستاسې اوربند لپاره راووځي
دا ځل به د ننګرهار راکات وکړي، دا ځل به نور ولایتونه پیاده راشي، د کابل ته به راشي، خو تاسې د ژمنې ومنئ. طالبان یو دلیل وایي، وسله والو مخالف ډله، چې تر راغه چې دلته امریکا وي موږ جنګ ته ادامه ورکوو، موږ جنګېږو. خو تاسو ولیدل، موږ تاسو ولیدل چې د وربر پر مهال هم امریکا په افغانستان کې ول، امریکا د افغانستان نه کډه نه وکړې، نه وتللې، او نه په دغه ورځو کې نه په کوم امریکایي وګړي باندې برید وشول، او نه کوم زیان ورته ورسېدلو، هماغه وربند وشو. معنا دا چې د امریکا په شتون کې هم دلته سوله کېږي، امکان لري که خبر دوی وغواړي. نو بیا ولې دوی ټینګار کوي تر هغه چې امریکا دلته موږ نه کوو سوله، موږ په جنګ باندې دوام جنګ ته ادامه ورکوو، دلته سوله نه کېږي اصلا. موږ تاسو ولیدل چې په درې ورځې وربند خو امریکا دلته وه، هماغه وربند وشول، خلکو درې ورځې آرامه فضا تېره کړه. دلته یو خبره ده، مخکې کله چې دا وربند یلانې دی، امریکا هم خپل شوالی وشوئ چې موږ غواړو طالبان سره مخامخ خبرې وکړو. او د پرون د کانګرس هغه سناتور چې کوم خبر خپور کړی و، که تاسې لیدلی یې، هغه ویلي وو چې ترامپ بېرته انکار کړی دی چې زه نه غواړم د طالبان سره خبرې وکړم. نو شاید دا خبرې به یو څه داسې تشنود رامنځته کړي، ولې په مخکې د اختر تا دریز دا وشوئ چې زه غواړم طالبان سره مخامخ مذاکره وکړم، او هغوی سره مخامخ دا خبرې وکړم، وړاندې کړم د افغانستان مسله. او اوس چې کله دا خبر را پیدا کیږي چې زه نه غواړم طالبان سره خبرې وکړم، زه غواړم د جګړې لازم مشخصه کړنه، زه غواړم نه غواړم طالبان سره نور خبرې وکړم، نه دان داسې معلومیږي چې دلته امریکا هم په دوی سره بچال کېده، ولې یو ځل شین چراغ ورکوي چې زه ستا سره خبرې کوم، او وروسته بیا بېرته سور چراغ ورکوي چې ستا سره خبرې نه کوم. نو داسې معلومیږي چې امریکا خپل ګټې دلته نور نه خوندي کوي، نور غواړي د افغانستان جګړه وغځوي. ولې دا داسې معلومیږي؟ او امریکا طالبان خو همیشه دغسې وایي، تل دا خبرې ویناوې کوي تر څو چې امریکا په افغانستان کې موږ جګړه کوو، موږ د هغو مقابل کې ولاړو، موږ به هغو مقابل کې جګړه جاري ساتو. دا چې درې ورځې وربند دی، یا د حکومت دوی خوول په وخت به وینا کې ول چې د افغان حکومت مقابل کې موږ یانه کړی دی، یا د ولس په وړاندې کې دا اوس چې دی برته شوي، نه دا داسې ښکاره نمایندګي کوي د شاته نورې پردي خبرې دي، او دا خبرې به نور په وروسته به مرور زمانه به ښکاره کېږي. دا چې هر وخت کېږي دا ورمالمیږي تاریخ. ډېره زیاته مننه. سلامت اوسئ ګي شیردل پاتسون، سیاسي مدني فعال چې زموږ بلنه منل. سلامت اوسئ. سلام لیدونکو، له تاسو هم مننه کوم چې دا محله مو زمونږه مالتیا وکړله. یو ځل بیا هم ستړي مشئ، د آغاز روز خپرونې ادامې ته ښه راغلاست. زه اجمل درمان یم. مخکې مې هم اشاره وکړه چې تر لسو بجو پر به زه او زموږ نور همکاران ستاسو سره یو پر مهمو موضوعاتو باندې بحثونه لرو. په وروستیو کې داسې معلومات دی چې روسیا او منځنۍ آسیا هیوادونو ویلي چې د افغانستان د سولې له بهیره ملاتړ کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي دي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې او سازمان شویو جرمونو خلاف د منځنۍ آسیا، افغانستان او روسیې لومړنۍ ناسته کې چې د چهارشنبې په ورځ د ازبکستان په پایتخت تاشکند کې جوړه شوې وه، په افغانستان کې د سولې پخلاینې په مسلو باندې هم خبرې وشولې. په دې کې په خپل روسیې او د منځنۍ آسیا نور هیوادونو د افغانستان د سولې له بهیره ملاتړ اعلان کړی دی، وایي چې موږ یې ملاتړ کوو، ورسره مرسته کوو. اوس پوښتنه دا پیدا کیږي چې له یو طرف پر روسیې باندې تور پورې دی چې په افغانستان کې د جګړې د تمویل په خاطر باندې د وسله والو طالبانو ملاتړ ترسره کوي، اوس ویل چې د افغانستان د سولې له پروسې نه ملاتړ کوو، امکان لري چې هممهال د هم د طالبانو ملاتړ وکړي او هم د سولې پروسې ملاتړ وکړي، یا په ټوله کې د منځنۍ آسیا هیوادونه او روسیا د افغانستان د سولې پروسې سره څه مرسته کولی شي؟ د همدغې بحث د روښانتیا لپاره په سټوډیو کې د پوهنتون استاد محمد قاسم فکرت لرو، او غواړو چې له ده سره پر دغې موضوع باندې بحث وکړو. فکرت صاحب، ستړی به شي، هر کله راشي. سلامت پیل همدغه ځای کو. مخکې ویل کېدل چې د افغانستان جګړه یو استخباراتي جګړه ده، او تر هغو به دلته جنګ ادامه لري چې تر څو د دې منافع دلته موجوده وي، د دوی منافع خوندي وي، یعنی د لوی استخباراتي هیوادونو. اوس د دغه استخباراتي هیوادونو یا د لوی هیوادونو له جملې څخه یو هم روسیه، او په روسیې باندې هم تور پورې دی چې دوی د افغانستان جګړه وکدوي. اوس چې روسیه وایي د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ کوو، د منځنۍ آسیا هیوادونه هم وایي چې موږ ملاتړ کوو، فکر کوي د افغانستان د جنگ پړمون باندې د لوی استخباراتي هیوادونو یا د لوی هیوادونو نظر تغییر خوړلی دی؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و درود خدمت شما و گردانندگان محترم و شنوندگان محترم تلویزیون محترم آریانو نیوز. ببینید، متاسفانه باید گفت که برغمی که موضوع صلح یک موضوع بسیار ارزشمند و مهم و قابل قبول و یک
چیز ارزشمند است که مردم افغانستان در طول سالیان متمادی هنوز مزه شیرین او را نچشیده و در آرزوی روز است که یک صلح پایدار و حقیقی در کشور محقق شود. ولی با وجود او آنگونه که دیده میشه و واقعیت های عینی و قرائن نشان میده، متاسفانه پروژه یا پروسه صلح افغانستان با چالش های بسیار مواجه است، با توجه به اینکه یک نوع هیجان زدگی و شتاب عجولانی در دستگاه حکومتی افغانستان دیده میشه و او پیچیدگی ها عبارت از است که من فکر میکنم تا به حال این تغییر دیدگاه واضح برای کشورهای حامی توریسم در دنیا به وجود نیامده که اینا اراده قاطع خودشان را برای پایان دادن جنگ در افغانستان نشان بده و اراده بکنن که در افغانستان صلح به وجود بیاید. من فکر میکنم که این هیاهویی که در پروسه صلح افغانستان ایجاد شده و دستگاه حاکمیت افغانستان هم بسیار به صورت شتاب آلود و بدون یک خردورزی سیاسی این قضیه را دنبال میکنه، یک چیز خیلی واقعی و حقیقی نیست، بلکه بازی با الفاظ است و فریب اذهان عامه است. و ای که من گفتم هنوز این تغییر دیدگاه به وجود نیامده از سوی حامیان اصلی توریسم و بخصوص طالبان، شما میفهمید که مسئله جنگ افغانستان کاملا یک مسئله استخباراتی است و کشورهای مهم دنیا و منطقه برای پیشبرد اهداف استراتژیک خودشان دوست دارند و در تب و تلاش از این هستند که به هر نحو ممکن جنگ در افغانستان تحت عناوین مختلف ادامه پیدا بکنه. حمایت شما میگن ما از پروسه یا روند صلح افغانستان حمایت میکنیم، حمایت شما به کدام معنا است؟ خب ببینید، این حرف و حدیث ها کلا در قالب لفظ است نه در قالب عمل. شما دیدین هم در زمان حکومت قبلی و هم در حکومت فعلی رفت و آمدهای بسیاری با حامیان عمده توریستان و به خصوص طالب مانند پاکستان صورت گرفت و اونا در حضور میدیاها و رسانه ها و شبکه های اطلاع رسانی برای ازی که اذهان عامه را فریب داده باشد، برای ازی که بازی سیاسی را انجام داده باشند، خب میگن که ما نه تنهایی که توریستان و طالب را حمایت نمی کنیم، بلکه ما میخواییم به هر نحو ممکن با تمام توان اونا را به پای میز مذاکرات بکشانیم، ولی در عمل چیزی یا بازی دیگه جریان داره. این شعارهایی که داده میشه از سوی کشورهای آسیای میانه، از سوی روسیه و تازه عربستان هم ابراز خوشنودی کرد و کشورهای دیگه مثل پاکستان، اینا در حد عمل قرائن امیر نشان میده، ولی مردم افغانستان و مسئله صلح افغانستان خواهان عملکردهای اینا است. متاسفانه چنین چیزی در باور اینا به وجود نیامده و اینا به خاطر تحقق اهداف خودشون میخواین این جنگ ادامه پیدا بکنه و فقط بازی کردن با الفاظ است. من خیلی خوشبین نیستم بنابر دو تا دلیل. دلیل اول این که هنوز این تغییر روی کرد در باور کشورهای بیرونی و کشورهای همسایه افغانستان در رابطه با پایان دادن به جنگ افغانستان به وجود نیامده، و دو، ما او توانمندی و درایت و مدیریت را در حاکمیت و دستگاه سیاسی افغانستان نمیتونم ببینم که اینا بتونن این
پروسه یا این گفت و شنودی که در باب صلح به وجود آمده رو بتونه به خوبی مدیریت کنه. من حکومت افغانستان ناتوان از این میدانم که بتونه این موضوع رو به خوبی و به نفع افغانستان مدیریت. اگر کشورهای ابرقدرت چون روسیه بخواهد و یا هم کشورهای آسیای میانه بخواهد که از روان صلح افغانستان حمایت کنند یا مثبت واقعش مثمر واقع شوند، چی کمک کرده میتواند؟ ببینید در اینجا این حمایت ها خوب است. من به عنوان یک شهروند افغانستانی که از جنگ و انتحار و انفجار خسته شدیم به فال نیک میگیریم این اعلامیه هایی یعنی که داده میشه، که کمک کنند این اعلامیه هایی که داده میشه، ولی انتظار من به عنوان یک شهروند افغانستان ایست که این کمک ها جنبه عملیاتی و اجرایی رو به خود بگیرد در قالب لفظ و گفتار نباشد. مثلا اتهاماتی که بر روسیه وارد میشه او ایست که اینا من توریستان و طالبان را مورد حمایت های تسلیحاتی و پولی قرار میده. اگر اینا صادق هستند در این شعارشان بیان، نه تنهایی که در واقع فشارهای سیاسی رو بر طالبا وارد بکنه، بلکه دست از حمایتهای مالی و حمایتهای تسلیحاتی بردارد تا این که طالبان اون توانمندی های لازم خودشان را از دست بده و همین تو کشورهای دیگر. این یک بحث دیگر همی که ما در این مسئله خیلی دست کشورهای آسیای میانه و روسیه را در امر صلح افغانستان خیلی قوی تحلیل کرده نمیتوانم. چرا؟ برای این که بخش اعظمی از گروه های رادیکال و ایدئولوژی که طالبان تحت فرمان پاکستان قرار دارد و پاکستان هم متاسفانه اصلا نیت خیری برای پایان دادن به جنگ افغانستان و به وجود آوردن ثبات و صلح در افغانستان ندارد. تا زمانی که یک تغییر روی کرده عمیق و 180 درجهی در باور پاکستان به وجود نیه و فشارها بالای پاکستان افزایش پیدا نکنه، ما به هیچ وجه امیدوار نیستم با این دادن این شعارها. همین شعارهایی که مثلا زیاد مطرح هستند در سیاست افغانستان چون روسیه و امریکا نمیتونن که بر بالای پاکستان فشار بیاورن تا دیدگاهشان در راجب جنگ افغانستان تغییر بدهد. ببینید این خیلی میتونه حائز اهمیت باشد. متاسفانه برغم اینکه پس از اینکه آقای ترامپ در آمریکا روی کار آمد و وقت آمد اون استراتژی خودش را در قبال افغانستان تدوین کرد، ولی متاسفانه اون استراتژی خیلی جنبه عملیاتی رو پیدا نکرد و برعکس امیدواری هایی که در اوایل به وجود آمد که گویا این ترامپ میخواهد پاکستان را هرچی بیشتر تحت فشارهای سیاسی و اقتصادی قرار بده تا اینکه اینا تغییر موضع بیدن، ولی رفته رفته با اون در واقع منافعی که آمریکایی‌ها با دوست بودن و عمق استراتژیک خود با پاکستان داره، یعنی یک نوع نرمیش را ما در روابط ایالات متحده آمریکا و پاکستان میبینیم. لذا همین قرائن و این سندها بیانگر است که متاسفانه اون فشار لازم به وجود نمیآید بالای پاکستان و الا فشارهای بین المللی و کشورهای متحدی با پاکستان اگر صادقانه گام بردارند و در این شعاری که داده میشه صادق باشند، بدون شک پاکستان وقتی در انزوا قرار بگیره و تحت فشارهای حقیقی و واقعی بین المللی قرار بگیره و خودش را در یک انزوای عمیق سیاسی و اقتصادی حس بکنه، او طبیعی است که او تأثیرات عمیقی که بالای گروه های توریستی مانند طالب داره را به یک نحو ممکن میتونه وادار بکنه که به پای مذاکره بنشینه. همیشه گفته میشد و باور هم این است که تامین امنیت و ثبات در افغانستان به یک امنیتی منطقه میشود. پس چرا کشورهای منطقه
نمیخواهد صادقانه در پایان دادن جنگ افغانستان کمک و همکاری کند؟ خب ببینید این باور صادق و خوش باورانه فقط برای حاکمان سیاسی و مردم افغانستان وجود داره که گویا پایان دادن به جنگ طولانی مدت افغانستان به نفع منطقه. همین سخن هم پاکستان میگه و هم کشورهای منطقه میگه که جنگ تامین امنیت و ثبات در افغانستان به نفع همه کشورهای منطقه هستند. بله. اونا هم میگن پس چرا اونا میگن ما مردم افغانستان این باور حقیقی رو دارن ولی اونا باور کاذب نسبت به همین مسئله دارن، میخواد در واقع با افکار عامه بازی بزرگ سیاسی رو انجام داده باشن. به هیچ وجه کشورهای همسایه و به ویژه پاکستان معتقد و معترف در عمل به این گپ نیست که گویا پایان دادن به صلح افغانستان به نفع پاکستان است. پاکستان در جنگ بیشتر هستند از نسبت به صلح. بله، پاکستان در طول سالیان متمادی و در طول سالیان با رویکرد مداخله گرایانه خودشان در افغانستان به منافع بزرگ اقتصادی و سیاسی هم در حوزه داخلی و هم در حوزه خارجی دست یافتند و از موجودیت بحران در افغانستان و تداوم جنگ دارن نفع میبرن. همین کمک نقدی سالانه 2.5 میلیارد دلاری که آمریکا متاسفانه خلاف واقعیت ها و عرف دیپلماتیک میره به پاکستان انجام میدن، این یک عاید بزرگ اقتصادی است که پاکستان از او آدرس کسب میکنه و در او طرف هم با لابیگری های بزرگی که در سطح کشورهای برتر دنیا دارن موضع و موقف سیاسی خودشان در دنیا برجسته‌تر میکنه و از او طرف هم چون این پاکستان به عنوان یک مجری قوی سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه و آسیای میانه مطرح است، به هیچ وجه ایالات متحده آمریکا دوست نداره که این دوست عزیز خودش را، کسی که میتونه سیاست خارجی او را در منطقه دنبال بکنه، را به سادگی از دست بده. ما در انتها میخوایم بگم که این کشورهایی که شعار میدن در عمل صادق نیستن به پایان دادن به جنگ افغانستان و حکومت و حاکمان سیاسی افغانستان هم متاسفانه از درک و فهم این موضوعات عاجز هستن و خوش باور. عاملی که پاکستان را زیاد ارزشمند نشان میدهند بر امریکا یا پاکستان برشان زیاد ارزش داره نسبت به افغانستان کدام ها هستند؟ یعنی مثلا چی باعث شده است که نسبت به افغانستان پاکستان زیاد به امریکا ارزش می داشته باشد؟ یعنی زیاد ارزش داره. ببینید همین حمایت هایی که پاکستان در طول سالیان متمادی از گروه های تروریستی داشتن و اونا را تربیت کردن، این استفاده ابزاری از این گروه های تروریستی کاملا به نفع ایالات متحده آمریکا، چون شما میفهمید که در افغانستان عرض کردم که اینجا جنگ استخباراتی عمیقی در حال جریان است و ایالات متحده آمریکا در تلاش بزانو در آوردن قدرت ها و رقیب های برتر سیاسی و اقتصادی خودشان در منطقه به مانند چین و روسیه هست، ولی زا با توجه به امکانات و ابزارهای تروریستی که پاکستان در اختیار خود داره به مانند طالب و حتی داعش و دیگر گروه های تروریستی، می توانند از ای ایالات متحده آمریکا به نفع اهداف سیاسی خودشان استفاده بکنه. از این خاطر است که پاکستان می تواند یک دوست نزدیک و در واقع همسو با منافع سیاسی اقتصادی ایالات متحده آمریکا مطرح باشه. یک سوال راجع به سیاست افغانستان هم مطرح میشه. مثلا خود افغانستان، حکومت افغانستان یا دولت افغانستان در مجموع چقدر توانسته است که یک دیدگاه جمعی برای پایان دادن جنگ افغانستان آماده بسازد تا
جنگ افغانستان واقعا خلاص شد پایان بیاد؟ متاسفانه در رابطه با دیدگاه حکومت افغانستان در ارتباط با پروسه صلح و پایان دادن به جنگ، مهمترین چالشی که وجود داره است که در قدم نخست حکومت افغانستان به رهبری آقای اشرف غنی دارای یک پالیسی و برنامه واضح برای رسیدن به صلح واقعی نداره. حرکت ها و موضع گیری های حکومت مثل سایر موضع گیری های حکومت کلن موسمی، فصلی، هیجان زده، شتاب زده و نابخردانه است. از امون خاطر است که من پیشتر خدمت شما عرض کردم که حکومت افغانستان توانایی مدیریت این هیاهوی به وجود آمده در رابطه با مسئله صلح افغانستان را نداره. این یک چالش. چالش دوم که در رابطه با این مسئله وجود داره، عدم موجودیت اجماع ملی و سیاسی در افغانستان در رابطه با رسیدن به صلح واقعی است. ببینید تاریخ افغانستان ثابت کرده، واقعیت ها میر نشان میده که افغانستان زمانی تانسته بر چالش ها فائق بیه و از بزرگترین بنبست ها به راحتی عبور بکنه که یک اجماع سیاسی و اجماع کلان ملی در رابطه با مسائل مختلف به وجود آمده باشد. ولی حکومت افغانستان نه تنهایی که به دنبال در واقع به وجود آوردن این اجماع کلان ملی و سیاسی نیست، بلکه در تب و تلاش است که تازه این اجماعهای خردریزی که وجود داره با حرکت‌های خودکامی حکومت به رهبری آقای غنی در واقع این همسویه‌های کم و بیش هم که وجود داره به یک نحو از بین ببره. نه تنها که به دنبال به وجود آوردن اجماع نیست، بلکه می‌خواد اجماع را از بین ببره. این حرکت‌های نمادینی که داره صورت می‌گیره، جلساتی که به وجود میاد، کلش نمادین و شعاری است و در عمل هیچ باور خود آقای غنی در رابطه با اجماع ملی و سیاسی در افغانستان. این دو تا چالش است که در رابطه با سیاست حکومت در امر صلح وجود دارد. یکی که حکومت با حزب اسلامی افغانستان صلح کردن، یک موضوع دیگه این که حکومت با خواست مردم افغانستان آتش بس اعلان میکنن، آتش بس 8 روزا بس 10 روزا و پیشنهاد میکنه که یک سال میتونیم که آتش بس اعلان کنیم یا ادامه بدیم. پس ادامه دادن به آتش بس به معنی این نیست که حکومت افغانستان واقعا اراده و نیت صلح در افغانستان داره. من عرض کردم که حکومت افغانستان در ارتباط با پروسه صلح هیجان زده عمل میکنه. یعنی کاری که داره انجام میده برای من یکی به عنوان یک شهروند عادی افغانستان قابل قبول نیست. چرا؟ برای از اینکه این آتش بس که اعلان میشه ما استقبال میکنیم. همین یک روزی که یک سرباز افغانستان جانش از دست نده و یک فرد ملکی افغانستان آسیب نبینه و تاسات عام المنفع و ایران نشوه، این خبر خوشی است و ما با تمام وجود داریم. اما با کدام قربانی؟ ببینید با کدام برنامه؟ متاسفانه این برنامه، این سیاست و پالیسی که حکومت در امر رسیدن به صلح داره کاملا یک برنامه ناسنجیده شده و غیر عقلایی است. شما ببینید این صلح آتش بسی که اعلان شد، آتش بس یک جانبه است. دشمن افغانستان یک دشمن قسی القلب و خونخوار و ظالم و جفاکار است که به هیچ چیز و به هیچ عاطفه باورمند نیست. اما این خواست مردم افغانستان بود که آتش بس باید ادامه بدهد. ببینید این آتش بس ادامه داده شود، ولی باید فشارها بالای طرف مقابل وارد میشود تا آتش بس دو جانبه باشد. شما ببینید در ظرف دیروز و پریروز در حدود بیشتر از 90 سرباز رشید و دلیر مردم افغانستان در سنگرها و جبهات مقدم جنگ قربانی همین حرکت شتاب زده حکومت به رهبری آقای غنی شد و این کار باید آتش بس یک امر خوب و محترم و ارزشمند است، باید دو جانبه باشد. شما به دشمن فرصت حمله رو میدین
و از این طرف دست سربازا و جوانان افغانستان را که مثل گوسفند در هر گوشه و کنار افغانستان سنگلاخی میشه و به نظرتون حکومت افغانستان باید با جنگ ادامه بده؟ من نمیگم که به جنگ ادامه بده، من میگم باید فشارها را هم از جانب هم پیمانان بین المللی و هم از طریق طرق مختلف بالای گروه معارض و طالب و مخالفین سیاسی خود وارد بکنه تا اونام وادار به آتش بس شد. حکومت افغانستان چه فشارها بالای گروه مخالفین یا مخالف سیاسی یا مخالفین مسلح آورده میتونم؟ چه فشارهای هستن که مثلا حکومت افغانستان میتونه؟ دو راه وجود داره که من او توانمندی رو در حکومت افغانستان و او درایت نمیبینم. یک راهی که میتونه اینا فشار وارد بکنه، دشمن اتخاذ موقف تهاجمی در برابر دشمن است. این بدترین موقف که حکومت افغانستان در ارتباط با مخالفین سیاسی و توریستا داره موقف تدافعی است، بدترین موقف است. باید موقف تهاجمی باشد، یعنی که با جنگ ادامه بدهند. بله، تهاجمی. وقتی طرف مقابل هیچ باوری به آتش بس نداره و هیچ در واقع حس انسانی و بشر دوستی در اونا دیده نمیشه و او داره از جانب ما و از مردم و از سربازا و جوانای رشید افغانستان قربانی میگیره، خب ما با کدوم منطق میریم با اونا وارد آتش بس میشیم؟ من میگم که وقتی طرف مقابل آتش بس نمیپذیره و بهش احترام قائل میشه، شما موقف تهاجمی بگیرید، لانش تشخیص بدید، سرشان حمله کنید قبل از اینکه او از مردم افغانستان قربانی بگیره. این یک عامل دیگه که اینا میتونه بالای طرف مقابل فشارهای لازم را وارد بکنه، با متحدین استراتژیک افغانستان به مانند پاکستان، ایالات متحده آمریکا وارد گفتگوهای صادقانه و جدی شود تا اینکه اونا فشارهای عملی رو بالای پاکستان وارد بکنه و خودشان هم با توجه به تأثیراتی که بالای گروه های توریستان داره اونا رو وادار به پایان دادن به جنگ و کشاندن روی میز مذاکره بکنه. دیر از یتمان نوکر مودان ده بهندون استاد محمد قاسم فکرت زمون بلانه مودل سلامت وسگی مننه درن لیدون کوله تاسه هم مننه کو چې تردا ما هر مبحث را سره وکاتلو لاندا وقفه ول وقفه روس زمون نور همکاران نور بحثونه. سلام پوړاندې کول سره قدر من لیدونکو تاسو ته خره خلاص ویم. زموږ خبرونه تر لاسو بجو پوری دوام لري. زاوس مهمکاران ساسو په خدمت کې په دې لچې د خبرونه تر پای پوری موږ سره پات شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي ټاکنې نور د حکومت له لومړیتوبونو ناراضي. کمیسیون خبرداري ورکوي چې د بهیر ته د حکومت بې پامي په صورت کې دوی پروګرامونه زیان ویني. په همدې حال کې ولسمشر مانی وایي چې نږدې ورځو کې به له دیارلس کسیز نوملړ څخه یو تن د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس په توګه غوره کړي. په دې اړه پام کړئ دغه چمتو کړي ریپورټ ته وروسته په سټوډیو کې بحث کوو. تلاش برای به ثمر نشستن بزرگترین روند دموکراسی در کشور. آیا انتخابات موفق برگزار خواهد شد؟ کمیسیون مستقل انتخابات و حکومت ظاهرا برای موفق شدن این روند یک جا گام بر نمی دارند. چنانچه این عضو کمیسیون مستقل انتخابات به من می گوید که در حال حاضر برنامه های سال بیشتر از انتخابات برای رهبران حکومت اولویت دارد. بسته ماندن درب کمیسیون مستقل انتخابات در غزنی هم اکنون به چالش جدی کمیسیون مستقل انتخابات مبدل شده است. فکر میکنم رهبرای نظام فعلی ما همیشان مصروف پروسه صلح هستند، ولی انتخابات هم نباید از دید بفته. غزنی یک چالش بزرگ شده در مقابل انتخابات آینده ما. مسائل دیگه مهم پیش روی نظام آمد که فکر میکنم مسئله غزنی را کنار گذاشتن. ظاهرا همه کارهای عملیاتی در کمیسیون مستقل انتخابات به دلیل نبود رئیس دبیرخانه و معاون عملیاتی در آن با چالش مواجه است. دومین فهرست 13 نفره ای که کمیسیون به فرمایش ارگ برای گزینش رئیس دبیرخانه به رئیس جمهور فرستاد هنوز از ریاست جمهوری بیرون نشده است. نبود رئیس دارالانشا، نبود یک مدیر قوی در اوجه که دارالانشا را و کمیسیون و امورات اجرایی کمیسیون را پیش ببره، نبود از او طبعا یک خلای بزرگ است و صدمه میرسانه به روان، صدمه میرسانه به پروسه ثبت نام و صدمه میرسانه به روز انتخابات 28 میزان ما. نهادها متاثر میشن از زدوبندها و جیدانها و مواردی که
یا به هر حسب سلیقه پیش میرن، یکی بالاخره حمایت صورت نمیگیره و یکی اونها از این وضعیت فرار میکنن. در این حال ارگ ریاست جمهوری هر گونه سهل‌انگاری در روند انتخابات را تایید نمیکند. حکومت خواستار این شد که یک لیست طویل‌تر باشد تا ما بتانیم از بین گزینه‌های متعدد یک فردی که واجد شرایط باشد انتخاب کنیم. او لیست فعلا به ما رسیده و در زودترین فرصت ممکن یک فرد که شایستگی داشته باشد از طرف حکومت نهایی خواهد شد. با گفته کمیسیون مستقل انتخابات، تا این دم 7 میلیون تن برای شرکت در انتخابات در سراسر کشور نامنویسی کردند. این روند تا کمتر از 15 روز دیگر در روستاها پایان می‌یابد. قرار است فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات مجلس نمایندگان هم در هفتم ماه سرطان اعلام شود. همدغه موضوع باندې تمکیک او میرمن عرفه پایکار د پوانتون استاد المصرف استودیو کې ده بحث ولې دوی سره وکړم. تاسو خره خلاص وای. تشکر میکنم. سلام بر شما و همچنان صبح بخیر تمام هموطنان عزیز که بیننده بحث حاضر هستن. مننه کوله تاسو میرمن پایکار پسر کې د ټاکنو د خپلواک میسیون د نیوکه پاره چې تل خپل غونه پورته کړی دی پر حکومت باندې نیوکه کړی ده. اوس هم په تازه سرګندونو کې دوی په حکومت نیوکه کړی ده چې حکومت د ټاکنو د خپلواک میسیون چاري د دوی په لومړیتوبونو کې ناراضي او دا به د دې سبب شي چې د کمیسیون چاري هم ټاکنې شي او دوی ونه شي کولای پر خپل وخت سره خپل کارونه پر مخ بوزي. هم ساسو نظر هم وختم صد دی پایس شول چی بیا هم کمیسیون راضی خپل حق پورته کی مطمئنا هم طوری که شما اشاره کردین بحث این که اولویت حکومت فعلا چی هست و آیا انتخابات به عنوان یک پروسه ملی آیا در اولویت انتخابات در کنار پروسه صلح قرار داره یا نداره. من فکر میکنم نگرانی هایی را که کمیسیون مستقل انتخابات اظهار کردن تا جای بجا هم میباشد، طوری که این نگرانی ها تنها آدرس شهروندان مطرح نشده، هنوزم بی باوری ها نسبت به این که حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات قادر به برگزاری انتخابات در 28 میزان باشه هنوز هم با شک و تردیدهای به همراه هست. به دلیل از اینکه هنوز هم ما گام های عملی را که برای اینکه هر ما را نزدیک بسازه به پروسه و یک مقدار اطمینان حاصل بکنیم از اینکه چه مقدار یا چه زینه ها و به اصطلاح استپ های کاری طی شده ما بتانیم به بحث برگزاری انتخابات نزدیک بشیم، متاسفانه هنوز هم امیدوار کننده نیست. هنوز هم در اکثر ولایات افغانستان بحث ناامنی به عنوان یک مظهر جدی فراروی انتخابات قرار داره. بحث بسته بودن سایت های انتخاباتی به عنوان یک چالش جدی در مقابل انتخابات سراسری وجود داره و از سوی دیگر هنوز هم در بعضی ولایات هستند که نامزدان موفق به ثبت نامشان نشدن به شمول ولایت غزنی و بحث دیگر این که هنوز هم رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات معرفی نشده. اینا همه نشانگر از این هست که با وجود که از سوی حکومت حرفا و تعهدات بسیار جدی به مردم افغانستان ارائه میشه مبنی بر برگزاری انتخابات، اما آنچه که متاسفانه شهروندان را بی باور میسازد در کنار سایر مواردی که به بیواری کمک میکنه، بحث این که ما اقدامات عملی که کمک میکنه در پروسه عملیاتی سازی یا همون تقسیم بندی زمانی که فعلا اعلان شده خب ایجاب میکنه که اون تقسیم اوقات تطبیق بشه و تطبیق زمانی میشه که تمام میکانیزم ها و افراد مشخص و مواد مشخص برای تطبیق تقسیم اوقات وجود داشته باشه که متاسفانه بخش دارالانشا یک در واقع یک بخش بسیار مهم است که کلید تمام کارهای عملیاتی از بخش دارالانشا هم میخوره. حکومت دعوی چې موږ اراده لرو چې ټاکنې پر خپل وخت سره ترسره کړو، ټاکنې به په خپل وخت سره ترسره شي، دوی اوس تر دغه کاره پورې چې اوس د کمیسیون د دارالانشا رئیس تر اوسه پورې نه دی ټاکل شوی، د دې ننیولې د کمیشنرانو د ټاکلو ولایتي کمیشنران د تر اوسه پورې نوملړې ولسمشر سره دی نه دی ټاکل شوی، دا نه دی په تر اوسه دفتر یې پرانیستل شوی. د دې تر څنګ نورې ستونزې هم شته. څه ډول باندې خلک پوه شي چې حکومت اراده لري واقعا حکومت غواړي چې ټاکنې ترسره شي؟ خب یک بحث است که ما به صراحت یعنی نمیتونیم اظهار بکنیم که حکومت اراده برای برگزاری انتخابات نداره، اما در مرحله عملیاتی و کارهای عملی وقت زمانی که ما مطالعه میکنیم مطمئنن که نه تنها ما به عنوان یک شهروند بلکه اکثریت شهروندان افغانستان دیدگاهشان این هست که زمانی که گامهای عملی برای برگزاری انتخابات برداشته نشه، لذا این حصول اطمینان تنها با اینکه ما متعهد هستیم زمینه برای برگزاری انتخاب هاست. بحث این پسوند پیشوند بزودی من فکر میکنم که خیلی دشوار باشه که ما بتونیم اقناع مردم افغانستان را یعنی حاصل بکنیم. موضوع جدی بسیار که میخوایم در اینجا اشاره بکنم که ممکن یعنی حکومت هم اینطوری نباشه که
حیثیتش، همون باورهایی که نسبت به حکومت وجود داره و تعهدات جامعه جهانی را همه را نادیده بگیره و در واقع انتخابات برگزار نکنه. من فکر میکنم یک از تعهدات حکومت به جامعه جهانی به کنفرانس های نزدیک به برگزار شدن بحث انتخابات پارلمانی به عنوان یک دستاورد است که باید در این کنفرانس های بین المللی مطرح بشه. و از سوی دیگر من فکر میکنم که دو تا گزینه همزمان به عنوان اولویت در مقابل دولت افغانستان وجود داره که ممکن مصروف شدن با یک گزینه، گزینه بعدی رو یک مقدار کمرنگ بکنه که گزینه بعدیش هم میتونه انتخابات باشه. فعلا در افغانستان همونطوره که در بخش سرمایه گذاری در تمام بخش اولویت ما به بخش امنیت هست و اولویت ما بیشتر به تقویت نهادهای امنیتی هست، من فکر میکنم پروسه صلح یگانه پروسه هست که در این خصوصا در ماهای اخیر و در روزهای اخیر پرداختن و توجه به بحث صلح در افغانستان بیشتر شده. و از این باور من فکر میکنم که بحث پرداختن به صلح و این که ما چگونه بتونیم به صلح متوسل بشیم و از چه ابزارها و مکانیزم های بتونیم پروسه صلح یک مقدار سرعت ببخشیم، مطمئنن که بحث پروسه انتخابات یک مقدار تحت تاثیر پروسه صلح در افغانستان رفته. یعنی په زمانه باندې خانم میرمن پایکار تاسو وایئ چې چیرې امنیتی وضعیت سم نه وي په ټاکنې به ترسره نه شي، فکر کوئ په هغو لرو پرتو ولسوالیو کې چې اوس امنیتي وضعیت نه دی برداشتم این نیسته که چون مسائل امنیتی اولویت ما هسته و در اکثر ولایت افغانستان هنوز هم ناامنی هست و لذا انتخابات برگزار نشه و یا نمیشه. اولویت بحث ما، هدف بحث این بود که فعلا ما دو تا اولویت داریم، خصوصا بحث سه روز آتش بس در تمام شهرهای افغانستان، بحث مذاکره با طالبان، بحث دادخواهی های مدنی که برای صلح و ختم جنگ در افغانستان راه داده میشه. اینا از جمله مواردی هست که به عنوان اجندای جدی در میز حکومت مطرح هست. و از سوی دیگر من فکر میکنم که هر دو هم وزن خیلی با اهمیت هست. انتخابات هم مطمئنن که هم برای حکومت، هم برای شهروندان و هم برای جامعه جهانی قابل اهمیت هست و ایجاب میکنه که خیلی دقیق برنامه ریزی بشه. بحث دیگر پدیسره پدغه وضعیت سره چې اوس د ټاکنې چاري پر مخ روان دي، فکر کوي چې ټاکنې کیدای شي پر خپل وخت سره تر سره شي؟ سربیره پر دې چې د ټاکنو په چارو کې د ولسمشر لاس وهنه، د ټاکنو د چاري ځنډول د ولسمشر لخوا، د پدیسره په شته وضعیت کې چې موږ تاسو ګورو امنیتي وضعیت هم کړکې چنده او دغه اوس نورې ستونزې هم شته، کولای شو چې موږ سرتاسري ټاکنې تر سره کړو؟ ما فکر میکنم در صورتی که ما بتونیم مدیریت بکنم خیلی هم دشوار نیست، در صورتی که یک تقسیم وظایف درست بین حکومت، بین کمیسیون مستقل انتخابات، بین شورای عالی صلح صورت بگیره، مطمئنا که ما در هر بخش مسئولین مشخصی را داریم که وظیفه‌شان یکی برگزاری انتخابات هست و حکومت مشخص که در سطح کلان قابل بحث است و شورای عالی صلح هم به عنوان نهادی که تسهیل بخشنده پروسه صلح در افغانستان هست. اگر ما همه گزینه ها را در یک گزینه مصروف بسازیم، به این معنا که دو تا گزینه که یکیش بحث انتخابات هست، مطمئنا که اینا میتونه آسیب پذیر بشه. من فکر میکنم که در یک چنین زمانی که هر اولویت برای افغانستان مهم است، هم اولویت بحث صلح و ختم جنگ مهم است و هم برگزاری انتخابات مهم است، و از سوی دیگر در صورتی که انتخابات برگزار نشه، من فکر میکنم اعتماد نسبی که شهروندان نسبت به پروسه‌های دموکراتیک دارن رو کاتگوری باندې کار وشی. کچری امنیت شتون و نلری مک ټاکنې در سره کولای نشو، او کچری ټاکنې تر سره نشي، دوی فکر کوي چې په دغه شته وضعیت کې به ټاکنې تر سره شي؟ خب بحث انتخابات سراسری مطمئنا که در وجود یک فضای عمل قابل تحقق است و موضوعی که امروز دولت به او بیشتر تمرکز میکنه و حتی در خیلی موارد انعطاف پذیری های قابل ملاحظه ای از خود در مقابل گروه های جنگجو نشان دادن، نشانگر از این هست که این انعطاف پذیری ها، این بحث مذاکره و صلح یک پیش زمینه شه و برای زیگ ما بتونیم انتخابات به صورت عادلانه و شفافش برگزار بکنیم. البته باید صلح، بحث انتخابات، تمام موارد مشخص باشه. شما یک موضوع دیگر اشاره کردین که بحث به اصطلاح مداخله حکومت در امور کمیسیون های انتخاباتی، این موارد بیشتر از سوی وکلای بر حال فعلی به اصطلاح اظهار میشه و من به عنوان شهروند افغانستان توقع دارم که در صورتی که ما مطمئنن که یک بحثی که ما خیلی یعنی مخالف هستم ای که حکومت نباید بر کارهای کمیسیون مستقل انتخابات دخالت داشته باشه. کمیسیون مستقل انتخابات همانند اسمش
در امور پلانیش، در امور تطبیقش، در امور برگزاری انتخابات مطمئنن که باید مستقل باشه و فلسفه وجودی کمیسیون مستقل انتخابات ایجاب میکنه که باید مستقل باشه. اما با اون هم اظهار نظرهایی که صورت میگیره باید مردم افغانستان در یک روشنی قرار بگیره. در صورتی که حکومت مداخله میکنه لازم است اسناد شواهد را رها بکنیم. در صورتی که این چنین اظهارات دقیق باشه مطمئنن حکومت باید پاسخگو باشه، چرا به یک پروسه ملی که در واقع سرنوشت تمام مردم افغانستان در اون پروسه رقم میخوره افراد اشخاص یا کل حکومت قانون در ټاکنو قانون نقض کړی دی. تاسو وګورئ چې د پسار کې د ټاکنو په شروع کې د کمیسیون رئیس له دندې ګوښه کړ، تر څنګ کوم نوماندان چې د منظوري لپاره لسونه یې دوی ته ځي دا ځنډول کېږي، دا بېرته رد کېږي، بل لس دوی غواړي، بل کسان نوې څېرې دوی غواړي لکه د دارالانشا د رئیس. فکر میکنم این موارد را ما نمیتونیم که به مداخله حکومت مطمئنا که این پروسیجرهای کاری ایجاب میکنه که یک سلسله افراد به عنوان نامزد معرفی بشن و افراد با توجه به اینکه تجربه کاریشان همون تمام اسناد تحصیلیشان اینا مطالعه بشن و بعد انتخاب بشن، که ما فکر میکنم این موارد اینا پروسیجرهای کاری هست که ما نمیتونیم مداخله بکنیم. اما در بحث رئیس دارالانشا مطمئنن که تعلل در اینجا صورت گرفته، در صورتی که هر آن بحثی هست باید مردم افغانستان در روشنی قرار بگیره. آیا افراد واجد شرایط نیست یا همه پس دیگه هست باید روشن شد؟ دا تکنو دا شکایتون و کمیسیون ولایتی کمیشنران نملر و ولسمشر تطلای دا پا قانون نمخی واز منظوری ولسمشر کولی شی، اما پا ولسمشر مانه دی و مکتوب پترست که دا ملکی خدماتو که اداری دا دا راجع کرده ترسون نوی کسان دلتا جذب شی دا خپل طول دا دی سرگنده ای لکه بیچه منتصفانه این موارد هست. ما هنوز نه تنها که رئیسی در اونچا رو نداریم به اسمانا که هنوز معرفی نشدن، کمیشنرای ولایتی هنوز به کارشان آغاز نکردن، پس این نشانگر از این هست که ما باز برمیگردیم به همون گام های اولیه خود که بحث تعهدات حکومت یک طرف، بحث اقدامات عملی در یک طرف. زمانی که ما هر دو گزینه رو با هم مطالعه بکنیم ما در واقع در میابیم که تعهدات بیشتر هست ولی گام های عملی برای برگزاری انتخابات متاسفانه کمتر برداشته شده. امیدوار هستم که یعنی زمانی که حکومت همونطور که سخنگویان حکومت در اظهار نظرهاشون اظهار میکنن که تعهدات جدی برای برگزاری انتخابات وجود داره، حداقل گام های عملی را هم بردارن. ما فکر میکنم انتخابات امسال متفاوت تر از انتخابات قبلی هست. بحث ناامنی، بحث این که وکلای دوره قبلی کارنامه خوبی ندارن تا بتونن که مردم مجددا تشویق بشن برای بحث ثبت نام، خیلی دو یعنی چالش های زیادی وجود داره. ولی من فکر میکنم در کنار این چالش های دیگه ای که وجود داره، بحث این که یک بی‌اعتمادی بین مردم و حکومت در قسمت برگزاری انتخابات اگر باز هم به وجود بیاید، مطمئنن که پروسه های مردم سالاری آسیب میبینه. اما پارلمان ناکارتر از قبل خود داشته، خپل خپل کمیسیونونه څومره دلته ګرام دي چې خپل چاره په خپل واکه توګه ترسره کړي او د مداخلاتو مخه ونیسي، د مداخلو په صورت کې باید خپل غاک پورته کړي، خپل چاره پر خپل. من فکر میکنم که در قسمت این که آیا اینا به صورت مستقلانه عمل میکنن نمیکنن، باید خودشون اظهار نظر بکنن که آیا آزادی عمل دارن، همونطوری که فلسفه وجودی کمیسیون مستقل انتخابات مستقل تعریف شده به این معنا که این که قانون انتخابات به عنوان یک نقشه راه هست و اینکه با چه ابزارها و مکانیزم را انتخابات را برگزار میکنه. من فکر میکنم که از جمله صلاحیت ها و مسئولیت های کمیسیون مستقل انتخابات هست. میرمن پایکار د کاندیدانو لمرنه نوملار ټاکل شوی چې د چنګاخ په اومانیټا چې تقریبا یو ونی د ته دا ورزول شي او نوبلر اعلان شي، غواړم تاسو نظر هم واخلم د کوم میکانیزم پر اساس به دوی وشي کولی شي دغه نوماندان نوبلر مشخص کړي او خلکو ته اعلان کړي. در قسمت بحث اعلان فهرست ابتدایی من فکر میکنم موارد مشخصی هست که هم کمیسیون انتخابات به عنوان یک معیار اینا را اعلان کردن و هم مطمئنن این معیارها وجود داشته باشه. البته معیار را که من خیلی دقیق در این لیست اعلانی ندیدم، بحث تحصیل و این مواردی هست که خیلی مهم است در به اصطلاح همون شارلیست کاندیدان که اصلا به اون اشاره نشد. مواردی که به عنوان معیارها در ارزیابی اسناد کاندیدان تا هنوز ارائه شده سوی کمیسیون مستقل انتخابات، بحث صحت داشتن به اصطلاح وضعیت صحیشان است و نداشتن سابقه جرمیشان هست و همون لیست حامیان کاندیدات هن که 1000 حامی هست که در دیتابیس مورد بررسی قرار میگیره. یعنی 3 تا معیار بسیار مشخص بود که در این معیارها من فکر میکنم که مواردی که یک مقدار ایجاب میکنه که بیشتر مورد غور و بررسی قرار بگیره، بحث تحصیلات است که خیلی مهم است. اگر ما بخوایم پارلمان کاراتر داشته باشیم مطمئنا ایجاب میکنه که ما به تحصیل به عنوان یک از معیارهای بسیار مهم هم ارزش قائل شویم. بحث دیگر ظرفیت با کمیسیون کشتون لری چه رشیدت تفکیک
یکی بیل کی؟ ما فکر میکنم که بررسی این گزینه ها خیلی زیاد ظرفیت نمیطلبه. اسناد و موارد هست که ما رو کمک میکنه که ما در بیابیم که آیا کاندیدان واجد شرایطی که کمک میکنه در یک شکلگیری پارلمان کاراتر، باسوادتر و با دانشتر آیا ما چنین معیارهایی داشته باشیم. من فکر میکنم که اگر ما بحث تحصیل را ارائه میکنیم، معیارها مشخص است برای اینکه ما دریابیم که واقعا تحصیل هم میتونه به عنوان یک معیار باشه. بحث بسیار مهمتر از تحصیل بحث داشتن سابقه جرمی و موارد نقض قانون، نقض حقوق بشر هست که امیدوار هستم که در این موارد هم توجه بیشتر شود که ما هنوز هم موارد، یعنی کسانی را میشناسیم که اگر ما بک‌گراند یا همون پس منظر کاری این افراد را مطالعه بکنیم، مطمئنا که اینا ناقضین حقوق بشر هم هستن، ناقضین قانون اساسی هم هستن و امیدوار هستم که اینا از فیلتر کمیسیون مستقل انتخابات عبور نکنن. مننه کو میرمن پایکار بیا هم تقریبا څومره وخت لرو کولای شو د غزنی ولایت په اړه شهالت ټاکنې سره ول تر سره کیږي؟ تاسو هم د غزنی ولایت یاست، کلکسه جزئیات راکړی د غزنی کې د ټاکنو د کمیسیون دفتر دروازه تر اوسه پورې بنده ده، اوس دغه د لیوونه وروسته د کاندیدانو لمړنۍ نوملړ خبرېږي، تر اوسه پورې هلته د هیڅ کمیسیون دروازه خلاصه نه ده. څه ډول دلته وضعیت خلک څه وایي؟ د کومو لاملونو له امله خب متاسفانه در غزنی وضعیت متفاوت‌تر هست. ما در دوره قبلی 11 نماینده‌ای که در پارلمان افغانستان راه پیدا کردن، در واقع خب یک بحث است که همه به اون هم نظر هستند که اینا بر اساس یک انتخابات راه پیدا کردن، با این معنا که بر اساس انتخابات راه پیدا کردن یک عده مشارکت کردن در انتخابات، یک عده مشارکت نکردن. عده‌ای که مشارکت کردن اینا دستاورد خوبی داشتن و در نهایتش ما 11 وکیل در پارلمان افغانستان موفق شدیم که بفرستیم. بحث دیگر این که این 11 وکیل از یک به اصطلاح قوم افغانستان بود و این باعث خلق یک حساسیت‌ها در بین اقوام دیگر در ولایت غزنی گردید که ما فکر میکنم که در اینجا یک مقدار پروسه ها متاسفانه حالا بحث سیاسی شده، بحث قومی شده، به جای اینکه ما به برگزاری انتخابات سراسری در غزنی تمرکز بکنیم، بحث حتی از حساسیت های قومی بیشتر دامن زده میشه، حساسیت های مذهبی بیشتر دامن زده میشه. امیدوار هستم که کمیسیون مستقل انتخابات و رهبران حکومت توجه بکنن به اینکه به جای اینکه ما مردم را نسبت به پروسه های مردم سالاری اعتمادشان را جلب بکنیم، اینا را تشویق بکنیم، طوری نشه که فضا به جای اینکه ما به یک پروسه مردمی توسل بکنیم به یک پروسه قومی توسل بکنیم، به جای اینکه چهره کمیسیون مستقل انتخابات یک چهره مردمی به اصطلاح نمایش بدیم، یک چهره قومی نمایش بدیم و حساسیت ها و عقده های قومی رو بیشتر بکنیم. فعلا یک عده به اصطلاح اعتراض مدنی دارن که ما خواهان برگزاری انتخابات سراسری هستیم. البته این شعار اولیه معترضین بود. بحث سراسری بودن همه موافق است. ما به عنوان یک شهروند ولایت غزنی شاید از جمله اولین کسایی بودم که از این دایره به اصطلاح حمایت کردم. به دلیل اینکه غزنی هنوز هم بیشتر از 10 ولسوالی ولایت غزنی ناامن است و عملا جنگ جریان داره به جز 3 روز آتش بس. ما فکر میکنم در یک چنین فضای حکومت مکلف است در قسمت تامین امنیت و کمیسیون مستقل انتخابات مسئول هست در قسمت از اینکه بتونه انتخابات را با چی کارشیوه هایی که در واقع منشأ گرفته از قانون اساسی باشه، منشأ گرفته از قانون انتخابات باشه، بتونه انتخابات در غزنی برگزار بکنه. متاسفانه ما شایعات عجیب و غریب میشنویم از اینکه انتخابات ممکن حوزه‌ای برگزار بشه، ممکن چند حوزه‌ای برگزار بشه، ممکن حتی به بحث مذهب تقسیم بشه، به بحث قوم تقسیم بشه. همینطور موارد شنیده میشه که امیدوار هستم که هر آن تصمیمی که گرفته میشه بحث قانون اساسی، قانون انتخابات نقض نشه. انتخابات یک پروسه ملی هست. امیدوار هستم سنگ بنای مخربی در ولایت غزنی گذاشته نشه که او زمان خزینه ای را نه دولت پرداخت بتونه نه مردم بتونه پرداخت بده و در نهایتش ما در قبال یک پروسه ملی عقده ها و نفرت های قومی را در غزنی بیشتر دامن بزنیم. امنیت در غزنی یک از معضلات بسیار جدی هست. ما امیدوار هستم که در کنار معضل امنیتی مشکلاتی که به نفرت قومی دامن بزنه، به نفرت مذهبی دامن بزنه، امیدوار هستم که با برگزاری انتخابات حداقل ما انتخابات داشته باشیم که تمام اقوام ساکن در ولایت غزنی هم از پشتون و تاجیک و هزاره و اهل هنوت همه بتونن در آینه انتخابات و در نتیجه انتخابات خودشان
میتونه ببینن. میرمن پایکار په غزنی کې چې اوس د کمیسیون د دفتر دروازه تړلې ده، څومره هلته خلکو نوملیکنه کړې ده، تر څنګ یې نوماندان هلته نوملیکنه کړې ده له هغه ځای څخه؟ متاسفانه ما به جز مرکز ولایت غزنی که پروسه ثبت نام رای دهندگان یعنی جریان داشت، در هیچ یک از ولسوالی های ولایت غزنی نه تنها که پروسه ثبت نام رای دهندگان شروع نشد، هنوز هیچ یک از به اصطلاح نامزدان در ولایت غزنی موفق به ثبت نام نشدن و از دو ماه بدین سو دروازه کمیسیون مستقل انتخابات از سوی معترضین بسته است و این متاسفانه در این راستا هنوز توجه جدی هم صورت نگرفته، فقط شایعات را ما میشنویم مبنی بر این که غزنی ممکن به چند حوزه تقسیم بشه، ممکن مسائل قومی در نظر گرفته بشه. امیدوار هستم که هر آن مبحثی در نظر گرفته میشه دو خط سرخ ما وجود داره که قانون اساسی هست و قانون انتخابات هست رعایت بشه. این که در غزنی تمام شهروندان افغانستان مشارکت داشته باشند، همه مردم غزنی در این اتفاق نظر داره و امیدوار هستم که به جای از این که ما مسائل قومی و مذهبی رو دامن بزنیم، بیایم زمینه را و همون بحث تامین امنیت در ولایت غزنی فراهم بکنیم که تمام شهروندان غزنی بتونن خصوصا ولسوالی های نوآن و پروسه انتخابات اشتراک بکنن. ډیره مننه کوله تاسو کور ودان میرمن عرفه پایکار د پوانتون استاد المسره په استودیو کې د دوی نظریات او سرګندونی د ټاکنو په اړه تاسو هم اوریدل. مننه کوله دوی څخه لنډه دمنې سو تر لنډې د میورو ساز ما همکار تاسو در هو بجو خبرونه در وړاندې کوي. تر هغه وروسته به هم زموږ خبرونه اس مال نور همکارانو سره برام خداوندی یک تابو با عرض سلام و صبح بخیر. به ادامه برنامه آغاز روز با من لیزا یوسفزای خوش آمدید. در این بخش برنامه بحث داریم در مورد امروز 23 جون برابر است با روز جهانی المپیک، این که این روز در افغانستان چگونه برگزار شد و این که چرا برگزار نشد، دلیل این چی بود. بحث داریم در این مورد با آقای روکای سرخوش رئیس المپیک بلخ از استودیوی بلخ. آقای سرخوش سلام و صبحتان بخیر. سلام صبح بخیر برای شما هم و تمام هموطنان ما از طریق برنامه نازنین شما صبح بخیر میگم. تشکر آقای زرخوش. در نخست میخواستیم بحث ما را از اینجا آغاز کنیم که امروز 23 جون برابر است با روز جهانی المپیک، از این روز در افغانستان به خصوص در ولایت بلخ چگونه بزرگ داشت شد؟ یعنی چقدر آمادگی ها گرفته که چگونه این روز برگزار شود؟ بعد از اینکه ابی تولات ورزش که در افغانستان آمده، خب شما طوری که آقایی دارید دولت پافشاری دایی داشت که بتونن المپیک رو تربیت بدین یکی بسازه. یکی از اثرهایش همین است وقتی که زمان المپیک بر استقلالیت خود و آزادی خود نباشه، با یک چوکی رهبری شوه، او بر ورزش افغانستان مشکل پیدا میکنه، چون المپیک یک شهرت بین‌المللی دارد و تربیت بدنی یک ساختار ورزش دولتی میباشد و او در باید از مراسم های مختصر در تمام ولایت ها باید گرفته می شد که از طریق المپیک و طریق نمایشات ورزشی ما برای دولت خود نشان می دادیم که دولت مردان در این توجه می کرد. برای دیب می فهمید که یک ارگان بیشتر از فکر کن در بخ بیشتر از 60 ورزشکار است، در هر ولایت چقدر ورزشکار می باشه یا یک جوش و خروش خود که نشان می داد، دولت متعقید به این می شد که بله ورزشکار نفوذش برای افغانستان بیشتر است، برای دیب نیازمند است که ما کمک بیشتر بکنیم. تاثیر همی است که برای هیچ نوع مکانهای ورزشی در هیچ ولایت میاری نمی باشه، حتی در مرکز نمی باشه. از این طریق است که ورزشکار ما با بسیار مشکل سر دچار است و باز هم در همت خان آفرین میم که هنوز در مسابقات بین المللی و میرن و افتخار میرن. آقای سرخوش، این خودش چقدر میتونه که به گفته شما گفتین ما میدان های ورزشی استاندارد نداریم به خاطر برگزاری روز جهانی المپیک، چقدر این خودش یکی از مشکلاتش که باعث برگزار نشدن و یا تجلیل نشدن این روز میشه؟ خب اگر بخوایم که ما مسابقات اگر ما بخوایم که روز بین‌المللی المپیک تجلیل بکنیم، در یک جمع منظم کار است، در یک استادیوم منظم کار است که بدبختانه ما در ولایت خود نداریم. در صورت ما یک صف که برای خود داشته باشیم این کار میکنیم و در پولیش بودجه هم بر ورزش به طور کافی دولت در اختیارش نمانده. اگر ما بریم در یک هتل بگیریم، مثلا ما دیروز روز جهانی یوگا را گرفتیم به همکاری کنسول، یعنی ما بیشتر مصرف کردیم، برای ما یک هتل
سر عروسی که ما رو عروسی انجام میتیم بالاخره چوکی و میزای در کشیم به شکل سقپوش ورزشی جور کنیم و در اونجا ما خواستیم که یوگا را تجربه کنیم. پس دولت چشم بینا داره باید این را ببینه در هر ولایت باید یک سقف کلان برای ورزشکارا باشه که ورزشکارا بتونه این روزا تجربه کنه. در غیر اون تجربه کردن در جای مناسب ندارن، بودجه مشخص برای یک جای گرفتن ندارن، به این طرف که روزای تحلیل ورزشی المپیک باز میمونه و از نظر دید مردم و اجتماع ورزش روز به روز دور شده میره. بله آقای بسرخوش، اما مسئولان ریاست المپیک افغانستان میگن که ناامنی های اخیر باعث، اگرچه میگن آمادگی ها گرفته شده بود که از این روز باید تجلیل شود، یعنی امکانات وجود داشته، آمادگی ها هم گرفته شده بوده، اما نسبت ناامنی های اخیر که اوج گرفت از این روز نتوانستن که به درستیش تجلیل کنن و یا این روز بزرگ داشت درست کنن، شما در این مورد چی نظر دارید؟ خب وقتی که دولت میتونه به شورا، وقتی میتونه برای انتخابات خود میتونه که اهمیت تامین بکنه، میتونه که برای مجلس مجلسای کلانات اهمیت تامین بکنه، میتونه برای رفتن رئیس جمهور به ولایت اهمیت تامین بکنه، ورزشکار خودش هم یک جایگاه داره، دولت مجبور مکلف است که برای ما جایگاه را مشخص بسازه و ارگانای امنیتی برای ما اهمیت بگیره. در غیب در ولایت بلخ ارگانای امنیتی هیچ وقت کوتاهی نکرده، در برنامه ما بوده گرفته شده. ما برای شما گفتیم که دیروز ما خواستیم در از روز جهانی یوگا با قونسلگری هندوستان یک جا تجلیل بکنیم که بیشتر از 600 ورزشکار مقامات دولتی و کلا کلی در اونجا حضور پیدا کرده بود، باز بسیار به اهمیت خوب و بسیار که فضای آرام این برنامه برگزار شد و ما هم قطعا هستیم که در گوشی از این برنامه از روز جهانی المپیک هم یادآوری بکنیم. آقای سرخوش، در بلخ زیر چتر المپیک کدام بخش ورزش ها بیشتر کار میکنن؟ میشه در مورد مشکلاتشون بر ما بگوین، در مورد دستاورد هایی که اینا دارن بر ما بگوین که چقدر دستاورد ها دارن؟ خب المپیک ولایت بلخ یک سال قبل یعنی پایگذاری شده بود که برای المپیک ساختار ساخته شد و در وعده آخر که یعنی المپیک تربیت بدنی انتخابات شد و تربیت بدنی رئیسش با المپیک یکی شد و حکم لغو المپیکایی که در سایر ولایت‌ها ساخته شد و خصوصا بلخ صادر کرد و تابل از مقام ولایت برای ما این المپیک اسنادش پاس نشده و ما هم تقاضا به این کردیم که در این محفل که در روزی ویگا بود ما با سرعتا یاد کردیم که ما از نگاه موقف ایرا نمیخوایم، ما خواستار هستیم که نماینده تربیت بدنی، نماینده المپیک افغانستان در بلخ تشریف بیارن، ببینن که المپیک در یک سال چی کارا کرده، اگر کار المپیک برای ورزش موثر است، اگر کار المپیک میتونه که ورزشکارا را مستجم بسه به سوار ولایت ها مثل که در مرکز در ولایت ها باشه، این برای ورزش مفید است، این بتونن که از روی المپیک بلخ بتونن المپیک های زون ایجاد بکنن و بتونن که ورزش برش جایگاه مشخص برشون پیدا شوه. اگر نه کارایش قابل قبول شون نیست باز بعد فیصله هم بفرمان بودن که این المپیک سر از این در ولایت ها نمیتونن که فعالیت بکنن و بدبختانه یک نکنیم ما از مکتوب از جا صادر شده و هیچ نوع یک آیت نامده که یک گزینه از ورزش بررسی بکنه که چی هست و در دروازه با هم کسی نامده و بودجه کدام چیدم بودجه مشخص را المپیک تا به این رو تا یک سال برای بلخ نداده و بلخ بخاطر ابنانی امایت های ورزشکارا و امایت های کسایی که ورزش را امایت میکنه خوصتا ریاست ساعت همه در بلخ ورزش امایت کرد و خود دولت معلیم و این مقام ولایت امایت کرد و المپیک یک سال پایگذاری شد در اینجا. بله آقای سرخوش، در این اواخر در سالهای اخیر به خصوصا ورزش افغانستان خیلی دستاوردهایی داشته، چی به سطح المپیک بوده است، چی به سطح مسابقات آسیایی بوده، اروپایی بوده و یا مسابقات جهانی بوده، هر چی که بوده دستاوردهای زیاد داشته. حالا چقدر المپیک بلخ در این بخش دستاورد داشته در حالی که شما میگین که هیچ کمک و یا هیچ امکانات در دسترس المپیک بلخ از سوی حکومت افغانستان یا از سوی حکومت مرکزی گذاشته نشده، بازم میشه در مورد دستاوردهایتان بر ما بگوین؟ خب المپیک در ولایت بلخ تانست که
فدراسیون شنا را دوباره بسازه و فدراسیون شنا را به شکل مسلکی بسازه که از کابل فدراسیون ملی بیا بررسی بکنه. خوشبختانه یگانه دختری که در تیم ملی افغانستان آب بازی میکنه از بلخ است. این برای ما افتخار است که از شنا ساخته شده اینجا. ورزشی بوگاه که ورزش تازه و نوپا در افغانستان است، از بلخ سرچشمه گیره با کمک همکاری المپیک ملی و حمایت کنسولگری ام که امروز و رسما یوگا را برای فدراسیون واگذار شدند. کار فعلا به نام فدراسیون یوگا در بلخ و شمال ایفای وظیفه میکنند که بیشتر از 60 ورزشکار در این و با تیم کاری با تیم مکمل تشکیل تیم کاری فعالیت میکنند. و همچنان سنوکر یک بازی بود که قبلا بخیر جایزه ورزشی خود دست داده بود. فعلا در بلخ بیشتر یک تیم خوب سنوکر است که فدراسیون ملیش با خبر است که تیم خوب جور شده. و همچنان موتورسیکل سواری باسکلانی اینی فدراسیونی بود که یک سال المپیک در بلخ فعالیت کرده یا به طور آشکار اجرا کرده وظیفه. و همچنان پهلوانای ما تیم دویش ما که از در روابط خوب افغانستان با ازبکستان که شده در این اواخر بازیکنای ما که در رشته های مختلف در ازبکستان رفتن در تاشکند رفتن یا تونستن که دستاوردهای خوبی را در بلخ بیاورن. بله آقای زرخوش، حالا تجلیل نشدن از روز جهانی المپیک چقدر میتونه تاثیرات منفی داشته باشه بالای روحیه ورزشکاران ما در کشور و خصوص در ولایت بلخ؟ فوق العاده اگر برای ما گرچه در روز المپیک در ولایت بلخ به یک نوع ما تحلیل کردیم و به یک نوع چون از گوشه ورزش یوگا چون ما مصرف نداشتیم، اما تحلیل نکردن روز المپیک یعنی نادیده گرفتن ورزشکار است. ما سختی را بدر گلمند هستیم از ریاست تربیت بدنی و المپیک افغانستان که چرا این کار را نکردند. یا باید از تمام بودجه خود بدر برنامه ریزی میکرد در تمام ولایت ها بودجه رایی میکرد همزمان برای یک روزی را میگرد یک جشن سراسری مثل که سه روزی که وقتی که آمدن طالبا در افغانستان تفا صفات اجتماعی را کلی پر کرد مردم به این باور شد که صلح آمده نیست. اگر صلح آمده نیست نشد بالاخره کسی که صلح نمیاره بالاخره بر مردم افغانستان خواشکار میشه که کی صلح نمیاره. ایرمی هم اگر در سراسر افغانستان از صفات اجتماعی فیسبوک ها شما رسانه ها این پخش میشه که ولایت دولت که امروز جشن المپیکی است روز ورزش و مردم افغانستان میدید. ما مطمئن بودیم که اگر دولت افغانستان این مصارف میداد ریاست تربیت بدنی احساس مسئولیت میکرد، ریاست کمیته المپیک افغانستان احساس مسئولیت میکرد، این را تمام ولایت ها بودجه را میبرد برنامه ریزی میکرد. قبل از قبل دو ماه پیش یک تیم کاری میداشید دایرکت میکرد که باید به چه شکل برنامه ریزی شود. برای یک روز اگر ما تحلیل میکردیم در سراسر افغانستان این مطمئن باشیم الکا میلیون ها ورزشکار ورزش دوست در جاده ها میبرامدن از این روز تحلیل میکنند و بر مردم افغانستان و جامعه جهانی و کسایی که در راستای صلح در افغانستان کار میکرد و متعقب میشد که یک مملکت ورزش پرور است. شما ببینید امروز مسابقات جهانی فوتبال دنیا را به شور انداخته اید، یعنی ورزش جایگاه خود را داره. برای کل مملکت ها اولین جایگاهش جایگاه ورزش است. بدبختانه در افغانستان ما ورزش کلک ششم است، همیشه روی کاغذ مونده، همیشه روی وعده های ناق مونده، همیشه در وقتی که مشکلات ورزشکارا را بشنوند فقط یا آمدن یک موره را تبدیل کردن به اثر تربیت بدنی اینه ای دیگه کمیته المپیک اینه ای دیگه. برای ما تبدیل کردن عامر یعنی برای ما درد ما را دوا نمیکنه. برای ما باید مشخص یک سیستم کاری میخوایم، ما یک سیستم بودجه ای میخوایم، یک سیستم میخوایم که در سراسر افغانستان سر رو بس شود. ای به این معنی نیست که ما مثل ارگانهای امنیتی و قضایی وره فقط هر مشکل یعنی آقای زرخوش چرا فکر نمیکنید که چرا تا کنون ریاست المپیک افغانستان به خصوص ریاست المپیک بلخ یک سیستم کاری منظم ندارن تا به اساس از امو سیستم و پلان بتونیم به درستی پیش بریم و المپیک افغانستان بتونه دستاوردهای بهتر از امروز داشته باشه؟ مشکل اساسی در اینجا است که دولت افغانستان بودجه را به تربیت بدنی میتن که تربیت بدنی یکی از ارگانهای دولتی شون است، میگن که از طریق بودجه به تربیت بدنی مصرف شود. تربیت بدنی مثل سایر ارگانها واره فقط به ماموریت خود اونمو تایم به تایم کار میتنه میره، اما المپیک و فدراسیون که میباشه چوکه افتخاری میباشه یا مجبور به خاطر رأی خود کار بکنن. و وقتی که بودجه نباشه، وقتی که سیستم نباشه، هیچ وقت سیستم نمیاد. ما تقاضا ما از این است که یعنی وقتی که دولت خواسته بود
که ما تبدیل میکنیم به اساس رئیس تربیت ورزشی تبدیل شد، رئیس المپیک تبدیل شد، یعنی با این پاس تبدیل کردن یک رئیس اداره ورزش جور نمیشه. آیت قوی بودجه برش ساخته شد، از تمام ورزشگاه ها از جایش رفته دیدن کنن، خود هر صدای ورزشکار را در رسانه میشن، همین که نبودن این مکان ورزش برای ولایت استاندن است، خود این کیفیت کار پایان میبره و تجربه نکردن این پروژه ورزشکار بخی از دید مملکتش میپرتم. بله آقای سرخوش، حالا چند روز پیش سفیر هند در افغانستان کار احداث یک جاده و یک استادیوم را در بلخ افتتاح کردن. این استادیوم که قرار است در بلخ ساخته شود به خصوص برای شری کرکت، این استادیوم چقدر با معیارهای جهانی ساخته خواهد شد؟ خب اول خواهی استیدیوم در این استیدیوم او قدر رول داره که باید دولت از نگاه بودجه ای داشته باشن نداره. بودجه داره این میپرده و زمین رو از زمین از طرف امو پروژه امو شهرک که برش ساخته شده از طرف امو شهرک داده شد، تقریبا 14 جریب زمین. و من که بر صحبت های سفیر صاحب در امو مجلس بودم و صحبت های مقام ولایت بلخ والی صاحب رگادر صاحب در اونجا صحبت کرد، یعنی خوشبین به این شدیم که کشور دوست هندستان الهمواره تلاش میکنه مثل سایران کارایش که فعلا در ایسه باسازی معارف و کلینیک ها کار میکنه و با صحت عامه کار میکنه و عده همکاری با ورزش دادن. خوشبختانه $1,000,000 سرمایه گذاری کردن برای استادیوم کرکت. استادیوم کرکت معیاری ساخته میشه و در ادامهش پروژه بعدی از اون میاد که این باید یک میدان بین المللی شود. حتی ما بتونیم این میدان کرکت ما به می تصمیم هستن که میدان کرکت بتونه میزبان افغانستان شود، چون ولایت بلخ یکی از ولایت های امن است، میتونن که کشورهای خارجی در اینجا اعتبار بکنن بیاین برای مسابقات رفت و برگشت، یکان مسابقات خاص بود. مثل که فدراسیون فوتبال افغانستان پروژه گل استادیوم مزار شریف در حال ساختن است، میتونه فکر کنم تیم فوتبال ما وقتی که میره مسابقه میکنه خانش یا ایران میباشه یا تاجیکستان میباشه. یه برای ما بسیار عیب است، برای مردم افغانستان بسیار عیب است که ما یک مسابقات رفت و برگشت داخل آسیای خود در داخل خاک خود خواسته نتونیم. این ورزش یک پول دوستی میباشه، بیرق سفید میباشه و وابسته به سیاست ها نمیباشه. ما از دولت خود تقاضا داریم که این همکاری بکنه با نهادهای ورزشی ما در ولایت های ما میدان های استاندارد جور شده که ما حتی بتونیم تیم های ملی ما حتی بتونه اون مسابقات رفت و برگشت خود انجام بده. وقتی مسابقات، یعنی آقای سرخوشی استادیوم که ساخته میشه چقدر واقعا استاندارد است و میتونه نیازهای ورزشکاران بخش کرکت بلخ پورا بسازه و یا مشکلاتشان حل بسازه؟ انشالله این میدانه که نظر به وعده سفیر صاحب کشور هندستان و وعده رگذر صاحب والی مقام ولایت بلخ، این میدان به صورت معیاری ساخته میشه و از این میدان از کارش بررسی میشه. این میدان فوق العاده مشکلات کرکت بلخ چه که حتی مشکلات کرکت شمال و شمال شرق میتونه که این میدان برای مسابقاتش آمادگی داشته و این مشکلشان رفع بسازم بس با ورزش کرکت. بله آقای سرخوش، شما یکی از همچنان در پهلوی از اینکه رئیس المپیک بلخ هستین، یکی از اساس گذارهای ورزش یوگا هم هستین در بلخ، میشه در مورد ورزش یوگا بر ما بگوین که چقدر بانوان در این رشته آموزش میبینن در ولایت بلخ در بخش یوگا و چقدر از آقایان چقدر علاقه مند دارن، چقدر ورزش در اونجا رشد کرده، در مورد این ورزش هم اگه بر ما بگوین؟ ورزش یوگا که تقریبا یک سال پیش که به می روز مصادف با روز جهانی یوگا، یعنی به ملی روز یوگا در کنسولگری افتتاح شد که در اون مقام معاون مقام ولایت تشریف داشت در روز و رئیس صاحب ساعت ها، رئیس صاحب شورای ولایتی، تمام رؤسا و از اونجا ما هم به عنوان رئیس المپیک در اونجا شرکت کردیم. برای ما هم وقت وعده دادیم که ما این ورزش هم میخواهیم که در سراسر افغانستان فدراسیون شبه سازیم و کمک همکاری کشور دوست این دمه خواهیم و تفاهم شد بین ما. ما یک سال به این طرف کار کردیم. خوشبختانه امروز دیروز ما روز جهانی یوگا را بیشتر از 600 ورزشکار و مهمان در اونجا تحلیل کردیم و ورزش یوگا فدراسیونش برای بار نخود در سطح کشور در بلخ ساخته شده و این فدراسیونش یک سال به این طرف است که فعالیت داره، یا از 15 پسر و 15 بانو آغاز کردن و خوشبختانه امروز برای 150 ورزشکار، یعنی یا تشکیلشون بالا رفته و در پولی ورزشکارا
50 هزی بانوان می باشه که عملا دیروز در اونجا پیرانای ورزش یوگا را پوشده بودن، چون کشور ما کشور سنتی است، نمیتونه که بچه‌ها و پسرها، بچه‌ها و دخترها به یک جای حرکات فیزیکی را انجام بده. و بو خود دخترها شش تا بود، تنها بچه‌ها که تعدادش زیاد بود، بیشتر از با میمونای ما تقریبا 200 300 نفر داخل میدان یوگا شد که یه حرکات انجام بده. و نقطه اساسی به این است که در صورتی که یوگای ما به حالت تغییر است و در ساختار جمع‌نظم برای ساخته میشه و در او جمع‌نظم ما به مو خاطر که در دیگه ورزشا دیدیم مشکلات ما بود، اولین چیزی که ما پیشنهاد کردیم برای کشور هند همین جمع‌نظم یوگا را میخوایم که زمینه به زمین سازی کنه برای رشد ورزش، که از طریق هند این وعده سپرده شده ان شاء الله با کمک دولت مالی ما این جمع‌نظم در بلخ ساخته میشه. بله آقای زرخوش، حالا در قسمت استادیومی که به خاطر کرکت ساخته میشه شما بله. و همچنان و بله این چقدر مدت ساخته خواهد شد و بالاخره در چند سال تکمیل با بهره برداری خواهد شد؟ من به خاطر دیگه گفتم که شما خب نقطه از ارزیابی‌ها یک چیز دیگر هم برای شما خاطر نشان بدم که برای ما بسیار مهم است، فعلا نماینده و فاریاب سازماندهیش دارد که بر ورزش یوگا کار بکنه و همچنان سمنگان حاضر است که یوگا را آمادگی گرفتن که برای سمنگان آغاز شوه و همچنان برای چهار ولسوالی بلخ هم یوگا در تا یک ماه بعد آغاز میشه. میایم سر فدراسیون کرکت، فدراسیون کرکت بورد ما در بلخ خوب دستاوردها داره، خوشبختانه وقتی که قهرمان شمال شد و قهرمان هامو تیم هاموشان شد، این برای رشد کرکت در بلخ بیشتر شده و چندین اولسوالی های ما تیم های کرکت می داشته، در کرکت هم بیشتر از 200 ورزشکار در اولسوالی ها و مرکز مشغول این ورزش بود و بدبختانه از نداشتن جای مشخص و میدان کرکت در بلخ این ورزش چشمگیر نبود، تنها یک تیم منتخبش بازی میکرد میره و امروز انشاءالله که میدان کرکت آماده میشه و این مشکل ورزشکارا همه رفع میشه و این به طور به شکل کافی این استادیوم به حل مشکل کرکت بورد ما مفید میباشه. بله با تشکر زیاد از آقای روکای سرخوش رئیس المپیک بلخ و همچنان یکی از اساسگذارهای ورزش یوگا که در بس این ساعت با ما بودن. در این قسمت از برنامه آغاز روز مرور داریم بر مهمترین روزنامه های چاپ امروز کابل. در نخست روزنامه 8 صبح، داعش در جوزجان یک مرد را سنگسار کرد. گواهان رویداد سنگسار یک مرد در جوزجان میگویند افراد وابسته به گروه موسوم به دولت اسلامی مرد 60 ساله ای را به جرم تجاوز جنسی سنگسار کردند. در روزهای گذشته تصاویر از مردی که توسط افراد مسلح و شمار از مردان دیگر در حال سنگسار شدن بوده در هلمند در رسانه های اجتماعی هم رسانی شد. به نقل از بی بی سی در نوار تصویری هیچ حکم قرائت و سخنرانی انجام نمی شود. فقط صدای افراد شنیده می شود که به زبان ازبکی می گویند بزن. دیگر صدای پرتاب سنگ شنیده می شود و تصویر مرد که اول فرش زمین و بعد در زیر سنگ ها تقریبا گم می شود. ناتو گفته که صلح در افغانستان حضور نیروهای خارجی به دست می آید. ناتو اعلام کرده است که صلح در افغانستان در حضور نیروهای خارجی به دست می آید. گروه طالبان برای پیوستن به روند صلح همواره خروج نیروهای خارجی از افغانستان را به عنوان یکی از پیش شرط هایشان مطرح کردند. جنگجویان این گروه در روزهای عید در کابل و شهرهای کشور هنگام گفتگو با رسانه ها نیز بر همین مسئله تاکید کردند. مشاور شورای امنیت ملی گفته که خبرها در مورد بر رسمیت شناختن خط دیوران بی اساس است. دفتر مشاوریت شورای امنیت ملی افغانستان خبر بر رسمیت شناختن خط دیوران در سفر اخیر هیئت افغانی به پاکستان را جعلی و بی اساس خوانده است. اخیرا در شبکه‌های اجتماعی شایعات در مورد توافق بر سر بر رسمیت شناختن خط دیوران همچون مرز رسمی میان افغانستان و پاکستان منتشر شد. گزارش در روزنامه 8 صبح چاپ رسید در مورد اینکه مداخله فرماندهان محلی در انتخابات نهایی می شود.
مقام های وزارت امور داخله میگوید نتایج کار هیئت که این وزارت برای بررسی مداخله فرماندهان محلی در کار کمیسیون انتخابات به ولایت فرستاده بود به زودی تکمیل و نتایج آن همگانی خواهد شد. کمیسیون انتخابات اخیراً اعلام کرد که شمار از فرماندهان محلی در کار کمیسیون انتخابات مداخله می کنند. در پی این اعلان وزارت داخله هیئت را برای بررسی این شکایت ها تعیین کرده است. طالبان 13 مهندس و 20 محافظشان را در کندهار را بودند. مقام های محلی کندهار می گویند طالبان با حمله بر یک شرکت جاده‌سازی در این ولایت 13 مهندس و 20 محافظ آنها را با خود بردند. این رویداد شب جمعه اول سرطان در ولسوالی اسپین بولدک کندهار رخ داده است. در صفحه اخیر روزنامه 8 صبح عنوان که به چاپ رسیده نظرسنجی ها، ائتلاف ها و صف آرایی احزاب در انتخابات ترکیه. انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه برگزار می شود. این انتخابات چی تفاوت های با دوره های پیشین دارد و آخرین نظرسنجی ها در آن حامل چی پیام است؟ این نوشته در جستجوی پاسخ برای این پرسش هاست. تضعیف شدید دموکراسی به ویژه در اروپا و آمریکا. تحقیقات جدید حاکی از پسرفت دموکراسی در سال گذشته در 24 کشور دنیا است. تضعیف دموکراسی 2,600,000,000 نفر به خصوص در اروپا و آمریکا را شامل می شود. با تشکر از توجهتان تا این دم از برنامه آغاز روز. امید هست. سلام و وقت بخیر. امیدوار هستم جور و صحتمند و سرحال باشین. امیدوار هستم که هفته را به خوبی و به خوشی آغاز کرده باشین. ای که امید چی هست؟ ای را بعدا از رشاد جان حتما میپرسیم. اول میپرسیم که رشاد جان چی حال داره؟ تشکر رومل جان. من هم سلام و صبح بخیر دارم خدمت بینندگانی که همین اکنون از شبکه های آریانا و آریانا نیوز و همچنان از صفحه فیسبوک برنامه همگام با جام جهانی ما را تماشا میکنند. در خدمت شما هستیم با برنامه همگام با جام جهانی. رومل جان اشاره داشت، هنوزم به امید است. فکر کنم در مورد بازی نایجیریه و ایسلند صحبت میکنه که امیدهای آرژانتین دیشب زنده شد. دقیقا روی همی گپ شما بله. اشاره داشتن یا خیر؟ یک نوه پیش از اینکه برنامه را آغاز کنیم آغاز کردم که همین بیننده ها یا همین طرفدارای آرژانتین که هست یک کمک دلشان پس یکی از طرفداراش فکر کنم خودت هستی که امروز خیلی سرحال و شاداب در برنامه. نه خواهش میکنم، گرچند باشه طرفداری من که من از کدام تیم طرفداری میکنم، اما واقعا امیدهای آرژانتین دوباره زنده شد با اینکه بازی های خوب نداشت در بازی های گذشته. اما میایم آغاز میکنیم از بازی هایی که هفته قبل داشتیم، کدام بازی ها کدام تیم ها با مساف هم رفتن و با کدام نتیجه بازی هایشان به پایان رسید. هفته گذشته روز پنجشنبه دنمارک به مساف استرالیا رفت که با یک گل مساوی به پایان رسید بازی، که گل تیم دنمارک کریستین اریکسن به ثمر رساند و گل تیم استرالیا را جدیناک با ضربه پنالتی به ثمر رساند. و برمیگردیم به بازی دوم که داشتیم. بازی دوم تیم فرانسه مقابل پیرو رفت که گرچند پیرو هم خیلی مقاومت نشان داد تا بتونه به یک مساوی دست یابه یا برنده از این بازی اعلام شوه، اما متاسفانه با گل امباپه 19 ساله فرانسه به پیروزی رسید و 3 امتیاز شیرین به خود کسب کرد. چطور متاسفانه گفتی؟ نه که طرفدار پرو بودی. نه من طرفدار پرو نبودم، گرچند طرفداران پرو خیلی خوشحال بودن چون بازی خوب به نمایش گذاشتن و دفاعی بازی کردن، کوشش کردن که یا حداقل به مساوی یا حداقل به یک برد دست بیافن تا بتونن به مرحله بعدی راه بیافن. اما چون امباپه هم 19 ساله شد، چند روز پیش 19 سالگی خود هم جشن گرفت و شاید یک گل باشه که به خاطر 19 سالگی خود به ثمر رساند و تقدیرش کرد. به عنوان جوانترین بازیکن رقابت های جام جهانی لقب گرفت که میتونه در این رقابت بزرگ گلزنی کنه و امباپه این کار کرد و فرانسه را توانست پیروزی این میدان بسازد. فرانسه 6 امتیازی شد و سود خود به دور بعد این رقابت ها مسجل کرد. دقیقا. و در بازی آخرین بازی که روز پنجشنبه برگزار شد
واقعا یک بازی بود که تمام امیدهای هواداران آرژانتین نقش بر زمین کرد. کرواسی با 3 گل زده که یک گل را ریبیچ یک گل بسیار استثنایی و مقبول به ثمر رساند، یک گل کاپیتان تیم ملی کرواسی یعنی لوکا مودریچ به ثمر رساند و یک گل دیگر هم در اخیر راکیتیچ به ثمر رساند. که در این مورد خود چی نظر داری؟ چون حالا پس امیدهای آرژانتین تازه شده. بله، ما خوشحال است برای کسایی که طرفدار لیونل مسی و تیم فوتبال آرژانتین بودن. امیدهای آرژانتین دیشب، البته حالا ما باید روی بازی آرژانتین کرواسی صحبت کنیم یا در مورد بازی کمتون، چون در اون مورد بازی گذشته و هم که بازی که دیشب خیلی خوب با پیوست بازی کرواسی و آرژانتین کسی فکرش هم نمیکرد، هرچند کرواسی نایجیریه را 2-0 شکست داده بود، در اون بازی هم خط هافبک یا همو کمربند تیم فوتبال کرواسی واقعا عالی کار کرد با حضور بازیکنهای مثل کرواچی لوکا مودریچ و بازیکن مثل راکیتیچ و پس از اون هم که کواسیچ آمد در میدان و پاس گل داد، واقعا عالی بازی کرد و توانست آرژانتین پرستاره را 3-0 شکست بده. کسی هم فکرش نمیکرد که آرژانتین بیه و این رقم شکست بخوره. همه منتظری بودن که شاید بازی یا مساوی شه و یا هم که آرژانتین در بازی اول نتیجه نگرفته بود بیایه و بازی را پیروز شوه، اما آرژانتین در عین ناباوری شکست خورد، امیدش قطع شده بود و تمام نگاه به بازی دیشب بود. ایسلند رفت به مصاف تیم فوتبال نایجیریه، یک ضربه پنالتی را سیگارتسون از دست داد. زمانی که سیگارتسون میخواست پنالتی بزنه اما ترس زدن پنالتی در چهرهش کاملا دیده میشد و زمانی که رفت پشت توپ و ضربه را زد، ضربه را روان کرد پشت دروازه. دیشب یک چیز جالبی بود که طرفدارای تیم آرژانتین همگی نایجیریایی شده بود. همگی میگفتن که باید نایجیریا دیگه گلزنی کنه، باید برنده مسابقه اعلان شود تا بتونیم حداقل یک راه برای آرژانتین باشه. تمام امیدا به خود تیم فوتبال آرژانتین و تمام شرایط برمیگرده به تیم فوتبال آرژانتین که بتونه این تیم فوتبال نایجیریه را که در آخرین بازی دور گروهی دی قرار داره بتونه نایجیریه را شکست بده. اگر آرژانتین و نایجیریه تساوی کنه، نایجیریه میتونه به عنوان تیم دوم صعود کنه، در شرایطی که ببینیم که گروه تیم بعدی که هموش بازی داره، البته بازی ها پس از این همزمان میشه و به خاطر که امو مشکل تبانی شکل نگیره، یعنی تیم ها با یکی دیگه توافق نکنن، از اون خاطر بازی ها همزمان برگزار میشه در دور دوم. در دور سوم اگر کرواسی بتونه ایسلند شکست بده و از اون سوندگاه هم آرژانتین و نایجیریه را شکست بده، آرژانتین به عنوان تیم دوم صعود خواهد. بله، تشکری میکنیم از شرکت مخابراتی افغان بیسیم و شرکت نوشابه های گازدار پپسی که برنامه ما را اسپانسر هستند و در کنار از او بازی هایی که دیشب سپری شد، واقعا بار دیگر فلیپ کوتینیو از خود یک شگفتی نشان داد و تیم خود دوباره به پیروزی رساند، گرچند در مقابل سوئیس مساوی کردند، اما دیشب فلیپ کوتینیو یک گل و یک گل هم نیمار در دقایق اضافی که بله 6 دقیقه وقت اضافی بله در دقایق آخر به ثمر رساندند و تیم برازیل به مرحله بعدی سود دادنشان. و در کنار از او بازی بعدی که دیشب برگزار شد، تیم آیسلند به مساف نایجیریه رفت که 2 گل احمد موسا به ثمر رساند و دیشب گرچند بازی نایجیریا را اگر میدین خیلی مقبول بازی میکردن، به خاطر از اینکه چندین بار زده حمله بسیار قوی داشتن، چندین بار بالای گل تیم آیسلند رفتند اما متاسفانه یاری نکرد توپ با ایشان، دوبار با تیر دروازه اصابت کرد توپ و برگشت و چندین بار دیگر هم یک گل پنالتی را خود آیسلند از دست داد که در این مورد اظهارات خودت هم داشته باشیم که خودت چی گفتی. خب پیشتر ما اشاره داشتم خیلی ترس در چهره سیگارتسون دیده میشد و پنالتی خود از دست داد. اگر پنالتی را به ثمر میرساند میتونست تفاضل گل خود بهتر بسازه، هرچند کمی امین اکنون هم تیم فوتبال ایسلند با منفی 2 گل زده شرایطش بهتر از آرژانتین منفی 3 گل است. اگر هر دو تیم پیروز شوند تفاضل گل حساب میشه، ببینیم که کدام تیم میتونه پرگل برنده شد. هرچند کار ایسلند خیلی مشکل است، کرواسی اجازه نخواهد داد که براحتی از صدر
کسی عبور کنه و میخواد با امتیاز کامل از گروه خود صعود کنه که فعلا هم از گروه صعود کرده، صعودش مسجل شده، اما به عنوان تیم نخست و یا هم تیم دوم تا به حال معلوم نیست. دیشب سربستان سه امتیازه بدون امتیاز از میدان خارج شد، چون تیم مقابلش سوئیس با دو گل زده برنده مسابقه اعلام شد که یک گل ژردان شاکری به ثمر رساند و یک گل دیگر هم گرانیت ژاکا به ثمر رساند و گل به خیال گل تیم سربیا هم الکساندر میتروویچ به ثمر رساند که در این مورد ببینیم چی گفته میدونیم. تیم فوتبال سوئیس با درخشش بازیکنهای مثل ژردان شاکری که در بایر مونیخ تجربه بازی داره و همچنان گرانیت ژاکا که همین اکنون در تیم فوتبال آرسنال بازی میکنه، یعنی بازیکن بر حال تیم فوتبال آرسنال است. جالب است که ژاکا به عنوان بازیکن انتخاب شد که یعنی با حرف اکس نامش آغاز میشه، ژاکا یعنی با حرف اکس شروع میشه. تا بال در جام جهانی کسی با حرف اکس گل نزده. ببینیم که چی نتیجه میده. بازی های بعدی هم بازی های جالب هست که امروز شاید با وقوع پیوندن. خب بازی ها خب جالب هست. خیلی جالب هست امروز. پیش از پیش هماهنگی شده. امشب امروز راس ساعت 4:30 بلژیم به مسافه تونس میره. بلژیمی که 3 امتیاز کسب کرده در بازی نخست و با تفاضل 3 گل واقعا یک تیم عالی است. کوریای جنوبی به مسافه مکسیکو میره، مکسیکویی که در بازی نخست خود توانست آلمان رو شکست بده و در حساس ترین بازی شب امشب هم ساعت 10:30 برگزار میشه. جرمنی به مسافه سویدن میره، جرمنی بدون امتیاز و سویدن هم که کوریای جنوبی رو با ضربه پنالتی کاپیتان خود پیروز شده بود و بازی را ببینیم که امشب دیدار حساس تیم های فوتبال سویدن و جرمنی چی خواهد شد. بدون شک یکی از حساس ترین بازی امشب همه دیدار حساس جرمنی و سویدن است. جرمنی که رفت به حاشیه ها و خیلی ها انتقاد دارند که باید بازیکن های مثل مسعود اوزیل از این تیم کنار گذاشته شود، چون این بازیکن یعنی بر آلمان از جان دل بازی نمی کند، هرچند که اوزیل همیشه امتحان خود پس داده در سال 2010 و واقعا عالی کار کرد. در 2014 در کنار بازیکن های مثل تونی کروز، سمی خیدیرا عالی کار کرد و توانست آلمان قهرمان جام جهانی بسازد. حالا ببینیم که پس از جام جهانی اوزیل در تیم فوتبال آلمان خواهد ماند یا خیر. بله دوستان ما کامنت گذاشتن، میتونن کامنت های خود روی اسکرین بخونن. ما چند کامنت محدوده که میتونم میخوانم براتون که رشاد جان هم بتونه به سوالشان پاسخ بده. دوستان خوب ما بیشتر کامنت گذاشتن روی بازی آرژانتین که قرار است چند روز فکر کنم چند روز بعد هست، فکر کنم چهارشنبه روز چهارشنبه است برگزار خواهد شد. سوال پرسیدن که زبی محمدی هستم، سلام به دو گردنده خوب آریانا، امید که جور صحتمند باشین. یک سوال داشتم، آرژانتین چقدر شانس دارد که صعود کند؟ تشکر از برنامه‌تان، روزتان خوش. خب آرژانتین خب بیشتر اشاره داشتیم، بیشتر از 60% تیم چانس داره که صعود کنه. تمام چیز بستگی به خودش داره، در شرایطی که کرواسی در بازی مقابل برابر ایسلند شکست نخوره. و دوست خوب ما به نام محب رحیمی کامنت گذاشتن، ایشان نوشتن که سلام، به نظر شما پرتغال و ایران چند گل خواهند زد؟ خب یکی از بازی های اساسی که حال تمام مردم منتظر هستند بازی ایران و پرتغال است که دوشنبه برگزار خواهد شد ساعت 10:30 شب. دیده شده که چی خواهد شد. خیلی از کارشناسان و حتی روزنامه‌نگاران پرتغالی تشویش دارن از اینکه یعنی خط دفاع وحشتناک ایران در بازی برابر اسپانیا دیدن که خیلی اسپانیا را آزار داد. همه منتظر این هستند که ببینن این بازی چی خواهد شد. اما امید اصلی تیم فوتبال پرتغال کریس رونالدوس، این بازیکن بازیکن نیست که یعنی در مقابل همچین دفاعی تن به تن بته و نتانه عبور کنه. ببینیم که چگونه خواهد از صد ایران گذشتن، هرچند بازیکنهای تیم ملی ایران کلش بر هموطنان خود حتم دادن که میتونن پیروزی بازی شدن. گرچند تعداد از اعضای تیم ملی پرتغال هم گفتن که ما با امید رونالدو پیش نمیریم، گرچند اگر رونالدو هم نباشه شاید ما برتری خود داشته باشیم. و یک دوست ما هم همین رقم کامنت گذاشتن که پرتغال با امید کریس رونالدو صعود میکند، آقای بلال قربانی. اینال شما چی نظر دارین در این مورد که طرف اعضای تیم ملی پرتغال اظهاراتی که داشتن در مورد رونالدو که رونالدو اگر باشه نباشه ما
شاید صعود کنیم و دوست ما کامنت گذاشتن که با امید رونالدو صعود میکنه که با کدامش هم نظر است. این حرفا را به خاطر مربیای تیما میزنن، به خاطر که یعنی تمام حریفا تمرکز خود را نبرن روی یک بازیکن و یک بازیکن متوقف نکنن، میگوین که ما با تمام ستاره های خود میتونیم یعنی پیروز شویم و بدون شک این کار خواهند کرد، چون فوتبال ورزشی نیست که مثلا وابسته به یک بازیکن باشه. تیم فوتبال تیمی است و تمام تیم دست به دست هم میتن تا تیم به پیش بره و رونالدو هم تا این جایی که رسیده بدون شک یعنی هرچند که گولایش انفرادی به ثمر رسیده، اما یک تیم در کنارش نقش داشته و توانسته که یعنی چهار گولی که در جام جهانی 2018 روسیه به ثمر رسانده تمامش با همکاری هم تیمیاش بوده و خودش سخت کوشی بازیکن بدون شک چیزی است که نمیتونیم یعنی از او چشم پوشی کنیم. واقعا هم این رقم است و این جام جامش رو گفتی هاست، خیلی خبرنگارهای رمی لقب دادن امسال و واقعا هیچ پیش بینی نمیشه این بازی ها که کی کدام تیم هم جام شگفتی هاست و هم جام ستاره ها و دفقا. نشان دادن ستاره ها که در این بازی میتونن گلزنی کنن، مثل فلیپ کوتینیو، روملو لوکاکو، رونالدو، دنیس چرشف از روسیه و چندین ستاره دیگه که در این رقابت ها حضور دارن تمامش گلزنی کردن، یعنی چشم امید کشورها به مو ستاره های تیم ملیشان است و تمامش گلزنی کردن. یک میسی که گل نزده فشار بالاش بیشتر بود، حالا ببینیم برابر نایجیریه شاید پاسخ تمام انتقادات بده. یک نکته جالبه که من دیدم در این جام جهانی ای است که بازیکنهای هر تیمی که باشه یا برنده شون دایی که بازنده میشون حتما دردشان میکنن و میگیرین، اما تیم هایی که برنده میشون در کنار از اینکه خوشحالی زیاد از خود نشان میدن، اشکای خوشی هم از چشمانشان میرزد. من دیشب نیمار را دیدم، نیمار بعد از اینکه تیمشان پیروز شد روی زمین شیشت و خیلی دیر گریست و تا که هم تیمی هایش آمدن او را تشویق کردن. خب برزیل هم دیشب اگر بازی خود پیروز نمیشد به شرایط آرژانتین گرفتار میشد. چون در گروهش سربستان سه امتیازی بود، اما برزیل خیلی خوش شانس بود که در وقت‌های اضافی گل زد و بدون شک هم باید گریه می‌کردند در تو یک بله. وقت اشکای خوشی بود و تیمشان توانستن 4 امتیازی بسازن و حالا خیلی کارشان راحت شد، اگر نه سنگشان تمام تیرایشان به سنگ خورده بود و خیلی کار برزیل شاید بله. یکی از تیم‌های بزرگی که از این رقابت‌ها حذف می‌شد برزیل بود. دوست خوب ما به نام نعمت یاوری کامنت گذاشتن، ایشان نوشتن که سلام خدمت شما دوتا عزیز، امیدوارم که جور و صحتمند باشید. میشه که درباره بازی آرژانتین و نایجیریا کم معلومات دهید که چند فیصد آرژانتین شانس صعود به مرحله بعد را دارد اگر زحمت نمیشود؟ خب دوست عزیز پیشتر هم اشاره داشتم که آرژانتین تمام چیز بستگی به خودش داره بتانه تیم فوتبال نایجیریه رو شکست بده، در شرایطی که در او طرف هم کرواسی برابر ایسلند شکست نخوره که خیلی ها معتقد هستند که کرواسی برابر ایسلند شکست نمیخوره و اگر تساوی هم کنه تساوی ایسلند و کرواسی به نفع آرژانتین است. آرژانتین باید تمام قوت خود به کار ببره تا بتانه تیم فوتبال نایجیریه که دیشب خوش درخشید با احمد موسا این تیم شکست بده. نایجیریه هم تیمی نیست که دست کم باید گرفت بله. تیمی است که با بازیکنان مثل جان اوبی میکل، بازیکنی که در چلسی بازی میکرد، ایوبی که در تیم فوتبال هافنهایم فکر کنم بازی میکنه و چندین ستاره نامدار دیگه در این رقابت آمده، ویکتور موسس بازیکن چلسی که بر حال فعلا در چلسی بازی داره. اینا بازیکنای فوتبال. تشکر رشاد جان، تشکر از تمام بیننده های عزیز ما که تا این دم ما را دنبال کردن. امیدوار هستم که بازی ها را به شکل قانونی و زندش تماشاگر باشین. همیشه تلویزیون آریانا همیشه کوشش میکنه که برنامه های خوب را برای تمام بیننده های خود ارائه کنه، از جمله بازی های سپورتی. آنچه در صبح زندگی گذشت امروز میریم با هم میبینیم که صبح زندگی چی کارهای انجام دادن، چی گونه برنامه را ارائه کردن. شما هم ببینین، ما هم میبینیم. وقتتان خوش، تا فردا، خدا نگهدارتان.